خب شروع کنیم آره شروع کنیم محمد قائم پناه سال نوت مبارک مرسی مرسی دنگ گم خوبی سال نو تام مبارک ممنون عزیزم آره، خوبم مرسی چاکریم چه خبر سال نو چطوره سال نو سال نو خوبه ایدیو حقوق بچه‌ها دادم خوشحالم از جیبم دادم از جیب کشمون یعنی <تصفح> و و دیگه خوبه دیگه خود ریلکس هم داعتم. خوبه این حالا این داستان ایدی رو گفتیم من اصلا یاد یه دوران خیلی دارکی افتادم تو زندگی خودم از ایدی و سنوات و نمیدونم بونس و یه هم مثلا یه مثلا باید صد میدادی و مثلا پون میلیون تا هم باید یه هم باید بدی و اتفاقا واقعا. چند وقت پیش یه سری بچه هایی که ایرانی هم تو شرکتمون اونا هم او دم سال نو شد دیگه شروع کردن گفتن آقا ایدی و صنوات چیه ما هم خودمون زدیم به اون راه دیگه گفتیم آقا اینجا دیگه <applause> کاناداست سنوات و اینا دیگه ما نداریم ولی اونم خیلی خیلی هم داستان قشنگیه ایدی و سنوات هم, ولی یه داستان, داستان خیلی غیر بیزینسیه میدونی یعنی یه خیلی عجیب غریبیه لودش <-iary> سنگین یعنی فشارش سنگین سوئیل یعنی یه دفعه مثلا میبینی که یه عدد درشتیه مثلا تو اسفند مثلا ما که لاجستیک داریم و مثلا جنس رو تحویل بدیم و دم سال نو نمیشه تحویل داد پست تعطیل سفارش یعنی یه دفعه سفارش کلا میخوابه چون یادو میدونه دیگه به دستش نمیرسه این تو تاثیر کیفیت خوب داری؟ شده؟ آره نه من, من... دکمه ریکورد اسکایپ هم زدم بحثت میان یه بک رو اسکایپ داشته باشیم مال اون بود اوکی اوکی خلاصه یعنی هفت فروش یعنی اوکی ما از اون طرف دیگه چون فروش بی تو بی و کوپت گیف باکس و اینطور چیزا داریم یه فروش خوبی ایجاد میشه ولی کلا یه جوره یه جودی دیگه فکر کن یه دفعه تو اسفند هزینهات تقریبا زبد در دو میشه هزینه منابع انسانی و بچه ها و تیم و حقوق و عادی در دو میشه سنگینه اون سنوات تو این داستان ها هم که اصلا اگه نرده باشیم مثل ما که حالا زودمون نسیده بدیم وقتی که یه نفر خدافزی میکنه یعنی واقعا عذابات بگیری آره. یه دفعه آه. پول گنده ای وقت خدافزیش بود بهش بدی چی فکر خوب... چی خیلی و فرهنگ خیلی و فکر ریشش از اونجا میاد که برای سال جدید میخوایم یه کمکی به همه بدیم که همه بتونن روی پای خودشون وایسن و یه عیده خیلی باحالی داشته باشن ولی چجوری جوری این قضیه عیدی سنواتو چون به هر حال این باعث میشه که از یه شرکت استارتاپی اندازه یه شرکتی که خیلی جافتاده جا و بزرگه انتظار هستیه و بعد دید. ببین سویل همین من یه چیز دیگه یعنی از ای، از یه چیز دیگه بیشتر عصبانی ام واسه بخوای و اون اداره تامین اجتماعیه که مثلا من فرض کن نمیدونم 40 40 خودی میلیون تومن خب اون پول بیمه بچه هاست و اگه یه روز یعنی یه روز فقط دیر بدم یه دفعه اصلا مثل چی بگم غیرقی میان دوست سر تو جریمه و اون اونجوری و بابا حالا تو واقعا فکر کنم من خوشتر نداشتم یه هفته دیتر دادم چرا چرا آخر و یعنی انتظار داشتم من نمیدم واقعا انتظار داشتم که این خود منطقی تر باشه یا ما مالیات حقوق مالیات حقوق من نمیدم واقعا خارج از ایران چه جوریه یا هرچی ولی مثلا کسی که حقوق زیادی هم نمیگه طبعا تقریبا دو برابر حقوق پایه میگیره که اصلا با این حقوق تو تهران نمیشه زندگی کرد واقعا نمیشه زندگی کرد یعنی بازم باید به بابت حقوقی که به اون آدم میدی مثلا یه مالیاتی هم پرداخت کنی ولی یه چیزی دم سایل کلا راست شو بخوای اگه که همش بخوام به اینا فکر کنیم که حالا من پرسونالی اینجوری هم که اگه همش بخوام فکر کنم که آقا حالا این چرا اونجوریه اون چرا اینجوریه اینقدر این لیست بلند و بالاست که اصلا میفتی اصلا ذهنت همش مشغوله طبعا دو دسته کردم حالا اون چیزایی که میتونی عوض کنی چیزایی که نمیتونی عوض کنی و واقعا چالش ندارم دیگه اگه رفت تو اون اتاق چیزایی که نمیشه عوض کرد دیگه داشو های اصلا ذهنم درگیر نمیشه من سیگار رو که ترک کردم یه ده سالی سیگار میکشیدم الان هم البته خیلی مثلا ماهی یه دونه اینا ولی اون مثلا اون وقت در حد روزی یه پاکت میکشیدم وقتی سیگار ترک کردم شوخی یعنی فرداش نکشیدم اصلا حتی وسوسه نشدم که برم بخرم یکم تایپ ذهنم اینجوریه یعنی پروندهشو میبنده دیگه بسته آره آره. آره و همین لاشوخه نه یعنی اصلا خیلی فکر نمیکنم این موضوع لاشوخه الان میتونن رو شوکم بهش فکر کردن ولی خیلی تو چیزای فکسیم نبوده ببین این داستانی که گفتی محمد در رابطه با تامین اجتماعی و مالیات و اینا من یه چیز رو بگم اتفاقا الان اینه که گفتی خیلی موضوع جالبیه به نظرم که یه مدت خیلی کوتاه راجعش فکر بکنیم ببین من تجربه آشنایی من با کارآفرینی و اصلا جرأت پیدا کردن در رابطه با اینکه آدم بره یه کسب و کاری را بندازه و یه بیزنسی بزنه خب این ما به عنوان کسایی که از بچگی همینطوری بزرگ شدیم و بقیه آدم ما رو دیدیم خب به هر حال ران کردن شرکت یه قول بیشاخ و دوم خیلی گنده ایه که اگه اولش بدونی که این همه داستان داره اداره مالیات داره اداره تعمیل اجتماعی داره این داستان ها رو داره شاید اصلا خیلی جرأت هم نمی کنی که بری سمتش اتفاقا من فکر می کنم یکی از دلایلی که باعث شد که ما وارد این بازی ها بشیم از یه جهلی از این که نمی دونستیم اینا هست یعنی اگه می دونستیم شاید از همون اول خیلی بازدارنده بود که خدا رو شکرم نمی دونستیم میدونی چون اگه واقعا میدونستیم از همون اول این قول بزرگ بیشا خودمو که میدیدیم اصلا هیچ وقت سمتش نمیرفتیم اما تجربه خود من با اینکه جرأت کردم که استارتاپ بزنم از اینجا شروع شد که توی کانادا وقتی من یه چند تا استارتاپ شرکت کردم که همون اولش داشتن تازه تشکیل تیم میدادن و همون تقریبا اوایلش بود روزهای اولش بود من جزو من چانس داشتم که جزوی از آدما و هسته اولی استارتاپ خیلی زیادی باشم همون اولی که مثلا خیلی سنم کم بوده یعنی مثلا راج 15 سال پیش اینطور داریم صحبت میکنیم و اینا و یواش یواش که این قضیه شروع شد و من وارد این شرکت ها شدم و خودم دیدم که چقدر تمام این کارا رو ما داریم انجام میدیم همه این درد سرا رو مثلا خودمون داریم انجام میدیم حالا از مارکتینگ گرفته از دیزاین گرفته و خب همیشه ترس اصلی قضیه ما از اینکه به این سمت نمی شر همین داستانه حاشیه قضیه بود میدونی ثبت شرکت و می همه ما مثلا شروع کرده بودیم یه پروداکت یه سایتی یه چیزی بندازیم ولی هیچ وقت به سمت شرکت نرفته بودیم چون از همون ثبت شرکت ترسناک بود آه. تا آخرش اتفاقی که اینجا افتاد این بود که من یه چیزی که دیدم این بود که مدیر عامل اون شرکت هایی که منم توشون شرکت داشتم اونا هم مثلا به سمت این کارهایی که ما ازش میترسیدیم نرفته بودن یعنی اونا هم درگیره مثلا مالیات و استخدام و اچ و این چیزا نبودن چیزی که من دیدم مثلا یه با یه شرکتی صحبت میکردن و اون شرکت دیگه مثلا تمام حقوقا و سیستم اچ و سیستم پرداخت حقوق و ایدی و سنوات و اینا رو تیکر میکرد یعنی وقتی مثلا ما یه شرکت جدید ثبت میکردیم اصلا این داستانهایی که اینجا ما داریم مثلا برو حسابدار بگیر برو تمام آه. خرجات و پرونده بندی کن همه اینا رو بنویس همه اینا رو بفرست ما تقریبا همیشه هر موقع یه شرکت استارتاپی میزدیم تیممون در حد هم تیم محصول و حالا مارکتینگ و همون هسته اولیه میموند و مثلا برای اینکه مثلا یک نفر رو بیاریم که مثلا استخدام انجام بده مثل اچ آر یه نفر رو بیاریم مثلا کارهای مالیاتیمون رو انجام بده اینا رو ما نداشتیم به خاطر اینکه شرکت های سوم شخصی بودن که اینا رو تو به اصطلاح آوتسورس میکردی و وقتی من اونا رو دیدم یه مقداری اتفاقا مثلا جرأت و اینام زیاد شد که گفتم خب م. اینا رو که اینا رو که اینام نمیکنن اینا اینام نمی اینا، اینا که مثلا سی ای او این شرکت ها که اینا رو بلد نیستن اینا مثلا به شرکت دی دیگه همه این کارا رو میکنه و وقتی که من تجربه شرکت زدنم و تو ایران به واسطه ای ریهون داشتم دیدم ای بابا ما دوباره داریم شرکت رو سنگین میکنیم یعنی ما دوباره رفتیم داریم حساب رس میاریم حساب دار داریم میاریم باید اچ تو خود شرکت باید باشه باید نمیدونم یه سری افراد باید باشن که بیان تمام این مدارک رو چک بکنن و دوباره دیدم سنگین شدن یعنی یعنی یه جورایی هم اصلا دلیل اینکه ما داریم تو این دوره زمان استارتاپ میزنیم همینه دیگه خاطر اینکه به واسطه یه سری زیرساخت، حالا این زیرساخت میتونه تکنیکال باشه مثل سرور و اینا باشه، یه سری زیرساخت دیگه هم همین داستانه پرداخت من مالیات و ایناست و نداشتن اینا باعث شد که ما یکم نسبت به این قضیه دوباره کنچیم نسبت به بقیه کشورهای دیگه یعنی ما همین الان هم که الان یه سه چهار سالی هست از ترایب گذشته، ما مثلا اچ آر یا حسابداری که این هاوس توی آفیس باشه ما نداریم ما همه اینو آوتسورس ما اصلا نگاه نمی کنیم ببین ما و... باورت نمیشه ما اصلا نسبت به حقوق و پرداخت حقوق و مزایا و بونس و اینا جز برنامه ریزی که برممون چیه و به یه سری بگیم که آقا برای ما اینه و اونا تمام اینا رو دی خودشون انجام بدن نداریم و اینا خیلی اپورتونتی های زیادی تو ایران یعنی اینا خودش دنغم. همه اپورتونتی تو ایران خیلی موافقم با حفت. ببین اینجا یه حال اینقدر پرتی وجود داره یعنی چیزی که من برخورد کردم ما بجز اینکه که آنلاین باید سابمیت کنیم اون اظهارنامه و استلاحاً واسه مالیات عمل کرد و حالا تو سال گذشته چقدر سود کردی و فلان و همه این داستان ها بعد باید, باید یه سری دفاتر قانونی استلانی یه سری دفتر مفتری که واقعا هم خیلی احمقان است که فکر کن من با به اون دفتر فیزیکی رو پر کنم و این دفتر فیزیکی رو واقعا من خیلی بی تجربگی محمد قائم پناه بزیم که اینو نمی‌دونم چقدر سریسه و گفتیم آقا این پر نشده مثلا حالا دیتر میبریم اون روزی که اون آدم اداره مالیات اومد ما اینو در واقع سابمیتش نکردیم و ببین دیگه گفتن به هیچ وجه نمیتونی سابمیت کنی یعنی فقط همون روز میشد و همون و حالا اومدن یه چیزی دارن استلان علاده است که ما که الان یه شرکتی هستیم که اوکی یه استارتاپی میگم استارتاپ نمیدونن چیه ولی ما توی چیزای قانونی ایران مثلا شرکت دانش بنیان داریم توی پارک و فناوری خراسان جنوبی هستیم هرچ میگم بابا ما یک مغازه زعفران فروشی تو خیابون اصلی شهر نیستیم ما ما یک شرکت دانش بنیان یه استارتاپ اینجوری اینجوری نگاه این اصلا ببین میگه به من این عفا کار ندم اینقدر پول اومده تو حسابت این دفترچه میگه تو دوازده درصد سود کردی 25 درصدش رو هم بعد به من بدی دیرم دادی اینم جایمشه خیلی بد لطف کنم جریمه رو بخشیدم بقیه‌شو بعد بدی هر چی اینه که اصلا شرکت زررده تعریف نشده از من هم این میگم نگاه کن این تاریخ من جذب سرمایه کردم پول اومده تو حسابم من اینقدر تو اصلا حساب منو نگاه کن مقدار ودی پول و مقدار خروجی پول رو فقط نگاه کنی میفهمی من زهرگردم دید عدید اونا اونا ما یه مقداری احمق هم هستیم دیگه اینجوری که شما برای چیه بیزنسی زدی که داره پول از دست میده چرا داری پول دست میدی با... می‌گم تایید هستم میگم تایید هستم مسخره می‌کنه میگه, میگه, میکنه. میگه مگه میشه اساساً از کلا تو دا دا توی ایران, ایران یه احساسی که من تو ایران داشتم چون من یک از دلایل اصلی برگشتنم از ایران دوباره به چون من خیلی رفتم اومدم مثلا مال من اینطوری ای نیست ام. که مثلا من یه بار اومدم دیگه از ایران اومدم بیرون یا اومدم ایران کار کردم ام. به مثلا برخورد برگشتن بیرون من تعداد دفعات اینکه هی تصمیم گرفتم بیام ایران بمونم شاید یه چیزی هولش سه چهار باره هر بارم اومدم ام. یه کاری انجام دادم ولی واقعا اصلا اتفاقا مشکل قضیه مشکل اینکه شرایط بیزینسی و شرایط نمیدونم کشور و اینا نبود میدونی آخرش همین ام. داستان است همین داستانی که من دارم با یه نفری که داریم با هم کار میکنیم فکر اون فکر میکنه من دارم اون اسکول او میکنم و اون داره فکر میکنه من اون داره من اسکول میکنه این این تبادل نه. اطلاعات خیلی جذاب نبود میدونی و یواش یواش تو راستشو بخوای از از فرهنگه بیشتر داری ناامید میشی تا از حالا مثلا بحث های دیگه که داره اتفاق میفته ببین قبل از اینکه من هر سری هی یه جا باید بنویسم اینو که من معرفی کنم با کی دارم صحبت میکنم همیشه این اتفاق میفته و خب محمد قائم پناد فاوندر یه برند دوست داشتنی به اسم کشمون که من راجع به کشمون یه سری موضوع خیلی جالبی رو راجبش دوست دارم و بذار, بذار از زبان خودت بشنویم چون من اگه بخوام حرف بزنم دوباره الان سری میپرم روی یه سری موضوع دوباره باز من معرفی نمی کنم آه. من یه چیزی که راجع تو خیلی دوست دارم و دیشبم این علاقه چندان شد وقتی داشتم تو بلاگت راجع به داستان شکیری کشمون میخوندم و راجع به پدر بزرگتون میخوندم و راجع به اینکه آب قناتا تموم شد و بعد تمام اینا میدونی تمام اینا باعث میشه که تو از تو به تو به این برند کشمون یه شخصیتی بدی یه پرسونایی بدی یه کرکتری بدی و این استوری تلینگ و این داستان سراییه یه چیزیه که به نظر من اصلا بازی استارتاپ از اینجا شروع میشه بازی استارتاپ از اینکه من یه بیزنس هم میخوام پول دارم شروع نمیشه بازی استارتاپ از این داستان شروع میشه و بهترین فاوندرها بهترین استوری های دنیا بهترین داستان سرایی های دنیا بهترین شهرزادهای قصه گوان میخوام داستان خود کشون از زبان خود بشنویم به منو من و داداشم که سی، الان سی مونه و سیامک که اول منتون بود اومد با هم لا انداختیم دقیقا آره همین جذبه است خب آه، یعنی آه، این نقطه شروع همین داستانیه که مجذوب کننده است و بعدم میدونی یعنی دغدغه است واقعا یعنی چالش درونی و ایناست در این حال یه چیزی هم سهیل بگم این نیستش که بگم که من به این محمق قایم میخواست که پول دار بشه متوجه یعنی چون بعضی وقتا چون من یه دوستای این تیپی دارم میدونم که از اون طرف بوم اصلا کلا افتاده مثلا اصلا دیگه اصلا اینگاه که قصه مهم بیزینس رو بذاریم کنار نظم همونطور که تو گفتی این دوتا رو دو باید یه جوری بذاری پشت هم که با یه تیر که میزنی جفتش بخوره نه اینکه فقط داستان رو بچسبی بیزینس نباشی یا بیزینس رو فقط پول رو ببینی بقیه داستان نباشه ولی تهش ببین من اینجوری بودم که خب من از کجا بودم من خواستان جنوبی مثلا پدر بزرگم کشاورزه از این که مثلا گاو داشت و خر داشت و نمیدم از این کشاورز نه تا پسر داشت یه لشگر پسر داشت فکرم یه کشاورز کلی چیزه و بعد برنامهشم بود که اینا نفرسته مدرسه و همه بیان کار کنن و پدر منم که پسر اول بود مثلا نرفته بود مدرسه تا اینکه مام بزرگم ولی یه جور دیگه فهمیدم من خیلی از خصوصیاتم فکر کنم از مام به حساب آدم کلا یه خود آدم شوخ و فلان و یه چیزی که احساس کنم انگار زگوزیشه از اونجاست مام چیز دیگه فکر می‌کرد و خلاصه اینا ما پدر بزر... پدرمو به هم می‌داده مثلا می‌بره مدرسه ثبت نام کنه میگن نه سنش زیاد شده بعد فکر کنم مثلا قبل انقلاب اینا مثلا توی خیابون مثلا یکی از این جوانای کرواتی اون شهر ما اینا میبینه میگه که چی شده چرا مثلا تو خودتین این ناراحتین اینجوری و بعد خلاصه میگه نه بی میرم مدرسه رو راضی میکنم خلاصه بابای من الان که با کشاورزا کار میکنم سویل همه این قصه ها تعریف میکنن که بابات که در این حال که کمک بابا بزرگ میکرد و فلان و اینا ولی کتابش همیشه دستش بود و داشته دست میگوند و خلاصه بابا پزشک میشه بعد مثلا من این فرصت رو پیدا میکنم که بیام مثلا یه شهر بزرگتری و یعنی من خودم اینو سه نسل تلاش خانواده میبینم یعنی مثلا این که محمد قایم پناه اومده و حالا برگشته تا فکری بکنه که این کشاورزای شهر ما چجوری ظرفمونشون رو فلان کنن چجوری مثلا دیده بشن اصلا چیزی که ببین مثلا من الان دارم با تو صحبت میکنم بعد تو سوشال مدیا هستم توییت میکنم تو اینستاگرام میکنم پس همه منم هم یه آدمی مثل منه دوسته که داده دو زمینش کار میکنه ولی همه اکانت اینستاگرام همه دیده شدنه همین که اسم تو پای کارت باشه رو دوست داره و این یه چیزیه که این ویزیبیلیتی رو کشاورزا ندارن یعنی تو هر چی زحمت بکشی محصول خاص جنس خاص،, خاص کار خاص کار ویژه همطور که ما اینجا خلاقیت و داریم اونم تو کار خودش خلاقیت و نوآوری کنه ولی دیده نمیشه به نظر من این ویزیبیلیتی دادن به کشاورزا و بعد پرایسینگ متناسب با کیفیت و شرایط ویژه تولید و همه اینا این یه چیزی بود که من 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 داشتم و بعد اون فکری که داشتم این بود که آقا مثلا خب من اونجا آب شهر یکم شورمزه است و ما میرفتیم از یه قنات واسه آب خوردن آب برمیداشتیم و این قناته زد و مثلا یه ده سال پیش خوش شد به خاطر مثل بقیه قنات ها یازده قنات قبلیش و چون که اینگاه که یک تیکه از خاطرات کودکی تو کندن و از بین رفته و خاصه این پکیج همه اینا اینجا شد که اوکی من چه بیزینسی میتونم بزنم که واسه این مشکلات رو ادرس کنه حالا نه که تو شد میدونم مثلا خیلی شاید مسائل بزرگ شاید یه دولت هم نتونه اینا حل کنه یا هر چیز دیگه ای ولی میدونیم به قول یادو مثلا یه کوه اگه میخوای جابجا کنی از همین سنگ اولت شروع کن دیگه ممکنه یه چیز دم مثلا هزار کیلومتر فاصله باشه من یا گیواب میکنم میگم هزار کیلومتر که خدا و آقا نمیتونم پیاده برم یا میگم حالا صد مترشو میدم دیگه یک کیلومتر دو کیلومتر ده کیلومترشو که میتونم برم و همین آره از اینجا شروع کردم و شروع کردیم و ماجرامون اینجوریه نه ببین اصلا این موضوع که تو داری میگی خیلی موضوع درستیه برمیگردم به همون حرف اولم. که تو اگه خیلی هم دیگه بخوای ادای آدمای باهوشو در بیاری و شروع بکنی همون اول آنالیز بکنی و بخوای تمام ابعاد پروژه رو نگاه بکنی تو سمتش نمیری چون ابعاد پروژه رو نگاه میکنی انقدر ابعاد پروژه بزرگه و انقدر بدبختی تو کارته که واقعا به نظر من اینجا یکم ناشی بودنه و یکم آره این بیشتر به نفته چون تو هر چقدر که شورت برسه و ابعاد قضیه رو بررسی بکنی اینا مغزت هم که کارش اینه که بهت بگه نکن نه. کمتر نه. کسی بیشتر بکن و اون کاره رو انجام نمیدی و, و من خیلی خوشحالم که ما انسان ها ترکیبی از موجودات باهوش و احمق هستیم میدونی چون باعث میشه که یه سری کارا رو به به واسطه احمقیتمون شروع کنیم و بعد حالا یواش یواش فیگور اوتش میکنیم دیگه جینایی که به ما انسان ها پس شده و این جینه میخواد راه خودش رو پیدا بکنه بره جلو یه چیزی که دوست داشتم راجش باید صحبت بکنم در رابطه با این داستان اینه که ببین خب من استارتاپ هایی که ما ازش شناخت داریم بیشتر ما اینا رو به عنوان استارتاپ های تکنولوژی میبینیم یعنی مثلا یه سافری درست کردن یه نرم افزاری درست کردن یه ترندی که الان خیلی داره اتفاق میفته و حالا من نمیدونم تو ایران این ترند که خودت تو جزو اون ترند هستی ولی مثلا من یه چیزی آه. که اینجا خیلی دیدم الانم یعنی همین الانم باب هست اینه که شرکت های خیلی زیادی که اصلا تکنولوژی استارتاپ نیستن ولی تو اینا رو به عنوان تو دنیای تک میشنوی به وجود اومدن مثل فرانکن اوک که مثلا اینا عینک درست میکنن یا نه. کسبر که خیلی معروفه کسبر مترس یا این توشک های تخت درست میکنه و خیلی زیادن از این برند ها که اینا کسایی که عملا همون جنسایی که تو میرفتی تو مغازه قبلا خرید میکردی رو پیدا میکردی یا یعنی مثلا تو خاصی بری عینک بخری خب میرفتی عینک فروشی دیگه یا مثلا اگه میخواستی توشک بخری میرفتی توشک فروشی مون تای مراتب عملا فاوندرای این آدما کسایی بودن که یه علمی از دنیای جدید مارکتینگ فهمیده بودن و به اصطلاح اگر پروداکتشون پروداکت تکنولوژی نیست ولی اپروچشون و مارکتینگشون استارتاپیه یعنی مثلا راجع به کسبر و فرانکن و اینا اینو میگن میگن آقا ما اینا اپروچشون استارتاپیه یعنی برای مارکتینگشون عین یه استارتاپ خرج میکنن عین یه استارتاپ اس میکنن عین یه استارتاپ هم کار میکنن ولی تک استارتاپ نیستن میدونی یعنی مثلا اینطوری نیست که مثلا بگی مثلا اون خواسته مغازه بفر... اون میخواسته اینک بفروشه دو تا کیس داشتیم یا میتونستیم آنلاین بفروشی یا میتونستی ب... بری مغازه بزنی و اونی که عملا مغازه زده و اونی که مغازه نزده از دو تا تفکر خیلی مختلف به وجود داره میاد و اصلا اوه. اون و اون کسی که مغازه زده خیلی دو دو تا چهار تبلیغ میکنه خیلی تراکتی تبلیغ میکنه خیلی اینستاگرام یا عکسی بزارمی تبلیغ میکنه ولی اونی که آه. مثلا اصلا, آنلاین رفته اصلا ماینستش یه ماینست دیگه است نه. اون گوگل ادز میره آه اون اسیو میکنه و م. ریفرال پروگرام ران میکنه آه و آه. من مدل بیزنس تو تو همین میبینم یعنی یه آدمی ام. که یه فردی که لزوما محصولش یه محصول دیجیتالی نیست ولی انقدر ولی شورش به حدی رسیده که فهمیده که من میتونم زعفرون رو استارتاپی مارکت بکنم منبا مثال آیا تو یه همچین آها مومنتی داشتی یعنی فهمیدی که اوکی من الان استارتاپو فهمیدم من الان میتونم با اس ای او و با حالا روش های مختلف دیگه که یعنی با راه و روش استارتاپ هزینه کنم با راه و روش استارتاپ چون کسی که مغازه هم میزنه کمتر مثلا تو دنیای فاند که <الارس> میدونی مثلا کسی oh, که oh, مغازه no. زده نمیره بگه آقا من دارم سری ای ام ریز میکنم ولی کسی yeah, yeah. که ولی تو هم هم ولی میتونه باشه میدونی میخوام ببینم آه. این این فهم و شور از کجا اومد به سمتت چجوری فهمیدی که میتونی بیزنس مرتا رو بریک بریک اند را رو بندازی یعنی بیزنس ام. آجوری را بندازی بیزنسی که یه جنسیه که باید دمسش کنی را بندازی ولی میتونی اپروچ مارکتینگ به اصطلاح استارتاپی داشته باشی ام. ببین سوال، اون اه، من اتفاقا تون یه دوره اصلا درگیر این شک دادن به ایده بودم خیلی های مختلف گذین های مختلف اینا ها تو زنم بالا پایین میکنم یه چند طول کشید ولی یه چیز رو میدونستم و اون که میدونستم که باید یه کاری بکنم که بتونه اصطلاعا در مقیاس خیلی بزرگ کار کنه چون راست مثلا نمیدونم از جاه طلبی اسمش رو بزنم از چی مثلا من مثلا میدونی یه حالت خود خود نمیدونم چی چی خب که مثلا گفتم من آره حالا آره مثلا میگم چیه مثلا گفتم من تو شهر اون قاین اینترنت نبود مثلا شهر پنجاه هزار نفری من یکی از اون اولین دو تا شرکتی بودم که رفتم از مخابرات خط گرفتم و یه اینترنت سرویس پرووایدر را انداختم و کارت اینترنت مثلا دایلاب بود تو سرویس سرور گذاشتم و قیش قیش مثلا ملت واسه میشدن اینا بعد رفتم مثلا مرشد یک یعنی اون کاری که حالا کاری ندم حالا اینو مثلا فیل شد بالاخره ولی مثلا استوجی من یک کاری کردم که اول بود تو شهر بعد رفتم مشهد مشهد خب دومی شهر ایران مثلا نظر جمعیت اینا مثلا یک من اون زمان گیاخار شده بودم اینا بعد مثلا یه رستوران گیاهخوار اولین رستوران گیاهخواری اونجا بود و یه حالی داشتم دوست چقدر کارم درسته مثلا من یه کاری اولی کردم تو مشهد بعدش بعد از اون دفتم سراغ یک جایی به اسم مدرسه طبیعت که مثلا یه فارم توی شهر که بچه ها میتونن بیان مثلا اون تجربه های نمیدونم که بچه های روستا مثلا سالهای گذشته یا قدیم داشتن بچه ها تو کوچه بازی میکنن اینا که الان دیگه نیست نمیدونم خاک بازی گل بازی موقع خودوس نمیدونم اینا مثلا یه بچه های ورودی میدن یه فی پرداخت میکنن و میان مثلا از اون یه باز زمانی اون تو خلاصه سرکله هم میزنن و یه کسایی هم مراقبشونن و اینطور داستان و بعد مثلا اینم یه ترندی شد تا 80 تا مسه طبیعی شکل گرفت و این داستانا توی ایران حالا من رابطی به اونا نداشتم ولی اون اولیه رو انگار که از اون ایده های یک بومشناس یک اکولوژیستی من را انداختم یه حالی داشتم که آقا من یه کاری کردم که تو کشور یکی بوده <تصفح> بعد مثلا از اون که اومدم بیرون داشتم فکر کنم آقا من یه کاری باید بکنم واقعا دیگه این دفعه خیلی بزرگ باشه حالا چیز نمیکنم ولی میدونستم خواستم یه کاری بکنم که بتونه اسکیل کنه و این بیکن موتا یه چیزی نیست یک مثلا فکر, همون وقت فکر هم وقت فکرم یک مثلا من خونه آدم مزرعه دارو زعفرون کنم مثلا یک ارگانیک فارم بزنم گفتم ارگانیک فارم آخه تهش چی میخواد بشه مثلا یه فارم میاد بالاخره یه گوشه دنیا دیگه با همین یعنی اون اسکیل من چند تا شرط گذاشتم یکی که خوب پول در بیارم یکی واسه این آب و کشاورز و اینا یک کاری بشه یکی هم بتونه اسکیل کنه یعنی این سه تا شرط هم بود که آیدیا باید فیت میشد تو این سه تا. اینجوری شد که از اینجا اومد یه چیزی هم بگم آره توی یعنی من تا م... میگی مثلا این پروژه اونقدر بزرگه که نمیدونی چی بشه چه بشه و همشو رو... من خودم اسمش میذارم کل خری کل خری داشتم من خودم میگم یه کل خری دارم که میزنم به دل کار خب می... نیاز ولی... اصلا کل خریه هم... آره، بعد ب... الان هرچی که توش پیش میرم بعد میدونی انگار هی بیشتر دستم میاد که چی کار میشه کرد و مثلا الان یه چیزی که دارم فکر کنم میگم که اوکی کشمون ته ماجرا داره چی کار میکنه ته ماجرا مثلا ما الان از زعفرون رفتیم سراغ اثر روغن زیتون اینا چیزی مثلا تو اصل میخوای واقعا از کجا میفهمی این شکر داده نه ده. این روغن زیتونه یه روغن از اون قاطی کرده چیکار کرده خب ما کاری که تو کشمون میکنیم الان از نظر من اینه که زنجیره تامینو رو که این اصله از کجا اومده روغن زیتون از کجا اومده از یه بلک باکس بیاد چاقوه توش بندازه و روشنش کنه یعنی ما زنجیره تامینو رو ترنسپرنتش کنیم با این دیده من میگم اون زنجیره تامین سنتیه رو باید بیارم دیجیتالش کنم دیجیتال دیجیتالش کنم و اون عوامل همه اون پلیرهای سنتی هم هر کدوم اگه واقعا ولیو اد میکنه که خیلی اد میکنن اونا هم بیارم تو مثلا مثلا دارم فهم می‌کنم که الان ما رفتیم توش مثلا میگه آقا زیتون فقط کسی که میکاره که مهم نیست اون کارخونه هم که روغنشو میگیره مهمه اونم دو کیفیت اثر داده و اونم شده تو این سیستم ما یه نوت شده ما الان چای رو داریم چای فقط اون کسی که اون درختچه‌شو داره برگش رو برداشت میکنه که مهم نیست اون کسی که برگ سبز چای تبدیل به این چای سیاه ما میکنه اونم مهمه ما الان قهوه رو میخوایم بریم سراغش مثلا از هندوستان بیاریم مثلا دارم فهم میکنم که اون قهوه فقط اون کسی که چیز کرده مون نیست اون که رستم میکنه مهمه و همین همه اینا اسمش کم یه نودن بعد سی نودای دیگه شناسایی میشن مثلا یا آقا اونی که پول میذاره اول ماجرا که کشاورز خب نمیتونه واسه خود خود من کشمون اینو زده زده واسهش بفروشم خب اونی که اول کارم میذاره یه نود این وسط یعنی من فکر که اگه این بخشای مختلف زنجیره تامین سنتی ولی بیان دیجیتال بشن بشن به شکلی که مشخص بشه آقا هر کدوم از نظر مالی کجای کارن هر کدوم این ترانسپرنتش کنیم همه چیزشو بالا تا پایین ترانسپرنتش کنیم اون وقت اتفاقای جالب و هیجان انگیزی میتونه بیفته یعنی مصرف کننده میگه ایول من میدونم چی خریدم از کی خریدم استوری بیهایندش چیه و اینا از اون طرف کشاورزم یه چیز باحالی که به نظر اتفاق میفته بجز اینکه خب پول می‌فهمی که من یه پول پولی دارم میگم که فیده منصفانه است ترنسپرنت اسم من پای محصولم هست هم رو شناسنامه هم, هم تو وبسایت کشمون همه اینا ولی یه چیزی از همه مهمتر به نظر من میتونه وقتی اگه ما اسکیل بکنیم اگه موفق باشیم و فیل نکنیم چیزی که میتونه اتفاق بیفته اینه که یالم از این کشاورزی کوچولو اینا در واقع دیگه توی ایران و این میکرو توانایی این که به مارکت دیمند واکنش نشون بدن توانایی این که به کلایم چنج واکنش نشون بدن ندارن و اگه واقعا که یه روزی اونقدر بزرگ بشیم که نتورک قابل توجهی داشته باشیم این پلنینگ رو شاید کشون بتونه تحصیل کنه کمک کنه که اینا بتونن ریسپاند کنن به کلایمت چینج و مارکت دیمند و اینا الان این پروسه اسکیل ای کردن که توی خود روند از کشاورز تا کشون انجام میشه جدا از قسمت دیستریبیوشن و پخشش که حالا میشه اون وبسایت و اون مارکت پلیسی که رو انداختین اینو چجوری توی خود قضیه اسکل کردین یعنی جدا از برهاب احتمالا یه سری آدمی دارین که دارن میرن اینا رو بررسی میکنم ولی اسکل یعنی چی اسکل به معنی اینکه من برای اینکه بتونم این پروسس رو ترانسپرنت داشته باشم همش باید آدم داشته باشم یا نه توی خود روند کشاورز تا کشمونم یه سری اتفاق آه. افتاده آره سوری خیلی سوال خوب ما این معلومه که بلدی <تصفح> چیزی که هست سوال اینه که ببین اولش که اصلا اولین گام این بود که اصلا نمیدونیم آیدیا میگیره یا نمیگیره کلا رفتیم خیلی سنتی گفتون این ظرفه مال تو بده من من خریدم پولش هم دادم رفتیم به اسمش گذاشتیم توی همین خود پلتفرممون رو فروختیم تا 11 تا کشاورز کلا یه شاپ بودیم یه شاپ که میرفت ظرفه رو مونتا قاطی نمیکرد و مثلا مسئولش مشخص بود مال هر کشاورزی به نام همون کشاورز شناسنامه دار میشد و میرفت کاش میشد بعد از اون آوردیم گفتیم آقا نه ما واسه تو فو... هفته به هفته به اساس درصد فروش با تو تصویه میکنیم یعنی روند مالی و این شکلی کردیم ولی کلا همه چیز آفلاین بود یعنی همینطور که داری میگی همه چیز ما چک میکردیم که آقا کیه چیه همه هم, هم حالا حالا ماکسیموم قلم و کاغذ نباشه تو گوگل شیت و فلان و اینا بود یه پله دیگه که سال قبل رفتیم سراغش اینه که این فنده این سمت رو بیایم و آنلاینش کنیم و یه همون آدمایی که دارن این کارا با کشور از اون مجموعی از پنلا و فلان و اینا که عملا تیم خود ما بیشتر باش کار میکنه Uh, منتها این uh, این چیزی که داری تو میگی اینکه من رشد بکنم بدون اینکه آدمای اون طرفم بخواد رشد کنه به اندازه ای رشد بکنه که کش... یعنی اونقدر که کشا ازم رشد میکنه اپریشن خود منم رشد نکنه و از اون طرفم نشم یه جایی که اوکی okay, یه مارکت پلیس بازی که هر کسی کلیم کرد من کشا ازم بیاد تو هر کسی گفت این جنس من این کیفیت اونم بیاد تو چون اگه اون بشه اصلا دیگه اصلا دیگه ما نیستیم چه یه جای دیگه از این دیگه که تو بازن. شما آره آفرین آفرین به همین چند تا آیدیا داریم الان که مونتا هنوز سوغش نرفتیم یعنی الان امسال من میگم آقا ما تا حالا بریتانیکا بودیم خب همه چیز خودمونش میوشتیم ما باید بریم سوغ این که ویکی‌پدیا بشیم در این حال که یک بالاخره ولیدیشن رو موضوع هست در این حال که اون ولیدیشن رو موضوع هست باید بتونیم که اسکیل کنیم و بزرگ کنیم سیستم و برای این موضوع است که چندتا چند تا و الهام گرفتیم که توی آفریقا پیاده کردن مثلا ما گواهی و ارگانیک و یه مثال دیگه بزنم تو همین فیلد کشاورزی یه سری شرکت های اروپای آمریکایی هستن میان مزرعه تو چک میکنن و میگن تو محصولت ارگانیکه ولی یه مدل های دیگه هست که خود اون دوستایا و اون اصطلاحا جوامع محلی درگیر این ماجرا هستن و بهش میگن پارتیسیپیتری گارانتی سیستم یا پی که خود اون آدمان بخشی از این ماجرا برای این چند تا حالا دیگه چیز نمیکنم ولی چند تا در واقع مدل کاری شناسایی کردیم که همه تو دنیای آفلاین و یا حتی این های دیگه لاینای محیط های دیگه پیاده سازی شده و امسال میخوایم بریم به این سراغش خلاصه کنم یعنی اینکه نه الان آپریشن ما خیلی سنگینه خیلی سنگینه و ولی متوجه هستم که همین باتلنک اسکیلمونه و داریم میریم سراغش که بتونیم 1400 امیدوارم که ساکسسفولی بتونیم اینو چیزش کنیم که خود اون کشاورزا و اون اجزای مختلف زنجیره تامین بخشی از اون جایی باشن که بخشی از این زنجیره این وب اف تراست باشن بخشی از این زنجیره ای ایجاد اعتماده باشن من فکر می کنم شما از ایناست که نمودار رشدتون اینطوریه که با رشدتون هزنتون خیلی میره بالاتر ولی توی بازه زمانی برای اینکه بتونین پرافیتبل تر بشین فقط باید کاست رو بیارین پایین تر درسته؟ ببین من فکر کنم جواب این سوالو ندادم دقیقا سوال باید یه خود از اینی که هستیم بزرگتر بشیم یعنی مثلا ما ما امسال نسبت به سال پیش حدودا 500 و خوده درصد رشد کردیم 5.5 برابر خوده شدیم خب یه دلیلش بود که در واقع همین چند محصولی شدن بود یعنی ما گفتیم آقا ما اعتماد واسه زعفرون ایجاد کردیم خب زعفرون کالای کنگردش دیگه واسه چی میتونیم اعتماد ایجاد کنیم مثلا گفتیم آقا همین اصل و روغن زیتون و چای و برنج و اینا یکی این بود که چند محصولی شدیم و اینو خیلی موفق تونستیم توسعه بدیم به بقیه محصولا دو اینکه خب خود تیمم خودمون رو پیدا کردیم خب محمد سمیعی توی تیم اومد مارکتینگ خوب دستش گرفتم همزه بخش فنی و بخ... خود خود ساپلایمون خیلی کار سختیه یعنی ما یه مدیر یه زنج... مدیر تامین کارخونه روغن بهاد و لادن و این سنتی ها رو که نمیتونیم بیادیم به زمین اینجا از اون طرف دیگه خب خود اکوسیستم استارتاپی هم که یک مدیر زنجه تامین توش اصلا معنی نداره و یه خود یه کسی رو از صفر صفر از اون پایین پایین ترین کردیم تا اومد بالا و به همین تیم خودش رو پیدا کرد بعد خصوصی داستانه اینجوری آره ولی من فکر کنم هنوز مثلا شاید جواب این سوالات رو بتونم توی مثلا سال آینده و نمیدونم سال بعدش یا اینو اه. بدم اما ماشاءالله زعفرون هم رو طلا نشستین به خاطر اینکه بد بگم اینجا ایرانی نبوده که در خارج من دیده باشم که به آه. فروش زعفرون فکر نکرده باشه چون فکر کرده نه. ایرانیه میتونه حتما این کار انجام بده و هنوزم توش هست نه. و من دیدم که شما یه سری مدلای دیگه هم داریم مثلا دو تا چیزه که من خیلی باش حال میکنم توی کشمون یکی این هدایای سازمانیه که واقعا فکر میکنم کار سکسیه یعنی کشمون دادن خیلی کار قشنگ و خوشگلیه و یکی دیگه شم هم همین داستان فروش صادرات و خارجیه من نمیدونم اینا چند درصد از بیزنس های شما رو الان تشکیل میدن ببین اون کوپیت گیف باکس اون هدای سازمانی مثلا یه چیزی تو حدود مثلا سی تا چل درصد از کل سلزه یه خود سیزنال واسه همین سال نو و اینطور چیزاست یه،, یه ترند دیگه هم که الان سبدمون کامل تر شده شکل گرفته مثلا بعضی سازمان ها مثلا از این مجموعه فناپ و جای دیگه این اتفاق افتاد مثلا میاد میگه که من به بچه های تیم هم میخوام مثلا یک مثلا چنم یه اصل و یه زعفرون و یه دوغن زیتون و یه چایی و مثلا یک برنج بدم مثلا یه پکیجی اینجوری هم دیدیم درست میکنن این هم چیز خیلی جالبیه خیلی هم اینگه که اون شنیت و با کلاسی موضوع خاطر استوری و اصلا همین از یه اومده و همین اینا هم, هم تمیز و باله با هم یه چیزیه که واقعا شاید نمیدونم اون بچه های تیم دوستش داشته باشن آره این یه چیز اینجوریه یه خود میگم سیزنال واسه مثلا مواقعی که اصلا یه دفعه بازار هدیه دادن گرمه بی تو بی و اینا ببین بی تو بی صادراتی یعنی صادرات کردن به معنی اینکه مشکلش میدونی چیه اینی که اونی که میاد از تو بخره از اون سنتی ها و همه دیگه هم قیمت میگیره خب و عملا ما اونقدر این پرایس کامپیتیشنه متاسفانه من نمیدونم بقیه دنیا چه ولی اینقدر توی فیلد زعفرون بده که سود صادرات زعفرون در عدد یک از نیم دست من چون خودم قبل از این کار کردم خارج از کشمون از نیم درصد تا یک درصد دو ماکسیموم پنج درصد یعنی پنج درصد نداریم من من اصلا نشینم دارم همینجوری بابت اطمینان میگم زفرون من زعفرون ب... چون می... اصلا ببین خیلی کف بازاریه یعنی اون حجره های تو بازار مشهد همونا خودشون صادر میکنن خیلی اصلا خیلی کار بی دیسیپلینیه این قضیه این این, این... صحت که حتما داره فقط میخوام بپرسم که آمارش چجوریه که زعفرون ایران و به اسم زعفرون کشورهای دیگه صادر میکنن یعنی اسمش هم حتی ما به یعنی اسمش هم به اون نمیدن اسمش <تصفح> هم به دقیقاً 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 همینه یعنی مثلا وارد کننده های اسپانیایی از قدیم توی ایران بودن ببین حتی با کشاورزای بزرگی که با کشمون کار میکنن هم تماس میگن پارت ایرانیشون با اون کشاورزا تماس میگیرن کف بازن که کشا... تجار چینی کف بازن در این حد که سویل خودشون میگن چند درصد تقلب قاطی کنین یعنی یکی از ایده هایی که من پوش شدم که از اون بیزینس سنتی زعفرون و صادراتش بیام بیرون همین بود که آقا دیگه واقعا گندکاریه مشتری خودش بیاد بگه چند درصد تقلب قاطی کن خیلی ناجوره دیگه یعنی باید بریم یه کار دیگه ای تو این زمینه بکنم نه خودشون کف بازارن و یعنی به قیمت بازار داخلی هم حتی تو رو میچینن چون حجم بالا میخوان بخرن زیر قیمت بازار داخلی میفروشن و همین بهت بگم که این بیزینس بی تو سی یعنی ریت این کاری که داریم به خود فروشی که تو ایران میکنیم خیلی مارجینش و سودش بیشتر از فروش بی تو بی زعفرونه یه چیز دیگه زعفرون خیلی هیجان انگیزه اون دایرکت تو کانسیومریه که تو اگه بتونیم مثل همین کشمون تو اروپا داشته باشی ما اینا تستشو کردیم سوید خیلی ساده چون میدونی یه دست و دو تا هندونه نواد بکنی یعنی تو بگی هم من میخوام برم هم بیزینس هم تو اروپا بسازم هم تو ایران بسازم از آخرش جا نمیسازی ما رفتیم یه ورژن انگلیسی خیلی ساده همین فارسی و عین انگلیسی که اصلا نه به کالچر کار گرفتیم نه به رفتار خرید هر چیزی اینو انگلیسی کردیم سه تا از هم پروفایلش انگلیسی کردیم یه درگاه پرداختم از یک پی دات کام گرفتیم یه بانک ترکو یه درگاه پرداخت میدن خیلی اولد فشن و اینا گذاشتیم اونجا و آره یه سری عهده دیدیم اومد از فنلاند و سوئیس و نمیدونم فرانسه و ایتالیا و اینا نمیدونم واقعا از کجا ما پیدا میکردن و ما هم زعفون ها پیش یه داوطلبی دوست داوطلبی توی اشتوتگارت آلمان گذاشتیم مثلا یه فرض کن 50 بسته یه گرمی و هر که سفارش میداد یه ایمیل میزنه میگفت بفرست میگفتیم واسش بفرسته ما یه گرم زعفون که قیمتش تو ایران 20 تا 30 سنت یورو بیشتر نیست و 15 یورو فروختیم یعنی تو نمیدونم چند برابر شوکن 90 برابر مثلا یه چیزی تو این مایا و این قیمت جالبه بگم تقریبا سه برابر قیمتی که اگه همین الان سرچ کنی زعفرون توی آمازون مثلا 4 5 6 یورو میتونی زعفرون یک گرم پیدا کنی ولی به خاطر استوری به خاطر همه اینا به این قیمت تونستیم بفروشیم و مثلا یه استارتاپ برلینی میشناسم که زعفرون افغانستانو میفروشه اونم یک گرم زعفرون 19 یورو یا با یه باکسی که توش مثلا نمیدونم قصه چیچی چی و فلان و ایناس مثلا سی و دو یورو میفروشه قیمت قیمت همین ردیف جنس با همین استوری و اینا هستش ولی خلاصه گفتی زعفرون به نام ماست به نام کشور دیگه آره همین همین متاسفانه بر اصلا سادات بی تو بیش توش پولی نیست حالا گردش کار بالاست تو مثلا دیگه 100 کیلو 100 کیلو اگه هفته 100 کیلو بفروشی بالاخره یه پولیه و همون نیم درصد و اینا ولی آره اصلا کارت قشنگی نیست و همین ما خیلی دوش فرس و انرژی نذاشتیم دنبالش هم که بتونیم همون دایرکت تو تو اروپا رو وقتی که وقت مناسبه شه بتونیم را بندازیم و حد میزنم سال 1400 یه کارای واسه شروع کنیم ببین خب این فروش خارج از کشور من یه دو تا سال بپرسم یه چند تا چیز برام روشن شه تو گفتی که یه برای پیمنتش هم با یه بانک با... ای ای کار یه، یک پیدات کام یه استارتاپی برای همین پیمنت های خارج از ایران کار میکنه البته اینو همه دنیا الان پخش کنید فکر کنم فردا ببندنشون خب ولی <تص> این و یه استارتاپ داخلی کار کردن که با یک بانک ترکیه از یه بانک ترکیه چیز میداد یه ا... درگاه پرداخت <تص> یعنی یعنی ما تو کشورمون نمیتونیم به بیرون بفروشیم <applause> نه،, <باید تاریم. تصفيق> نه قبول ولی خب یه رای سوراخی حالا سوراخ نه به معنی سوراخی که مثلا آخه نمیشه م. که دیگه تو 2020 که نمیشه آخه ببین سوال الان پس فیلیمو اینا پول میگیرن ما, این ما, مثلا اینجا من دیدم بچا مثلا اکانت های فیلیمو دارن یا من خودم مثلا یه کسی واسه شون تو ایران میخند تو خود چه, چه خرید خب با کریدیت کارت با کریدیت کارت ببین یه ش... یه خارج از ایران حتما دارن این بیپ و بیپ آره صد درصد ستاپ خارجی رو دارن ولی ستاپ خارجی دارن آره آره منم اگه ما هم داشتیم رفتیم که مثلا توی هلند یه ستاپ خارجی بکنیم اه ولی اه ببین مثلا این اینا که اسبودی خیلی جای بزرگی هستند و واسه شون مثلا اوده این که بگیم آقا چند هزار یورو بریم هزینه کنیم این تا رو انجام بدیم کار اوکیه واسه کشمون الان اوکیه یا چیز ندم دلیلش اینه که میگم یه دست و دو تا هندونه نشه یعنی ما هم میخوایم تو بازار ایرانی تو بازار ایران اسکیل کنیم هم میخوایم تو اروپا فلان کنیم این با هم چیز میکنه به نظر من در واقع تمرکز تو از تو میگیره به همین ما تا حالا سواقش نرفتیم یعنی گفتیم بذار ایران رو به یه جای بسونیم بعد بریم سواق ارسالش چی چه چیکار می‌کردین سالو گفتم اون زمان که خیلی عده کار خیلی عده کار خارجی ها رو, رو میگم یعنی. و همون خارجی خیلی عده کار کوچیک بود دیگه از یه دوست داوطلبی استفاده کردیم ولی تای تا کار این کاره بخواد بزرگ بشه ما با یک لگال انتیتی مثلا یه جایی مثلا بگی استونی خیلی آسونش رو بگم ثبت کنیم اون لگال انتیتی بده با یه فول سنتری خود آمازون هم داره جای دیگه هم هستن زیاده یه فول فیمن سنتری قرارداد بنده جنس رو بزاره اونجا استاک کنه و هر وقت که اومد دیگه او بده اونجا منتقل بشه و اون خودش به بب... کنه ببین پس من یه فکر کنم تو آب پاکی روی دست یه سری آدمی که این و چون ببین این و همیشه خب مثلا میگم من طی این 15 سالی که از ایران بیرونم به همیشه یه دوره بوده یه ایرانی به راه ما بخوره به یه آقا من تو فکر زعفرونم به خاطر اینکه چون فکر میکنه مثلا ایرانیه مثلا میتونه مثلا زعفرون بفروشه پس اصلا از این خبرا نیست یعنی اولا زعفرون دلیم. ایرانی اون اون اسم و اینا رو برای خودش نداره اون مردم نمیدونن مم. به اسم ایران دو اصلا پروسه از پروسه تولیدش تا به دست مصرف کننده رسیده اصلا پروسه سموتی هم نیست ببین تو یه دونه برند بگوی یه برند ایرانی که تو اروپا شناخته شده و به اروپا بفروشه نه به ایرانی های اون طرف تو میشناسی من نمیشناسم یعنی یه دونه مثلا بگی که یه برند مثلا زعفرون هست یه برند اصلا ما ایستک داریم ولی اینجا <تصفح> <تصفح> ایران هم دیگه ایستک نیست بکنم که اینجا دارم <تصفح> ببین اونم داده به ایرانی اونجا میفروشه آره. متوجه آره، آره، این داره، کار داره که نیست، این کار کوچیکه و بعدم به چه قیمتی میفروشه مثلا به همین اوکی آره تو مثلا بری توی آلمان توی مثلا از این مغازه‌ها که از سبزی قوم سبزی میفروشه و برنج نمیدونم فلان میفروشه و اینا خب یه دونه تو مثلا چم تو اشعری نمیدونم واقعا من اینو چیز نمیکنم و اونجا هم بعد ایران یه ضعفو نمیشه چیز کوچیکی هر کی مسافره میاد اینجا واسه خودش میبره دیگه یا با کسی میره ببینش با می میبره من در این حال یه اپورتونتی واسه اون کسی که اونجاست هست به شرطی که بتونه و بره به مثلا یه خود به بیزینس های خیلی بزرگ نفشه یکم به بیزینس های کوچکتر بفروشه که مثلا عدد بالاتری بفروشه من صادرات بی تو بی از خود ایرانو میگم یعنی اون که توی ایران نشسته و میخواد به تجار بزرگ زعفران دنیا شرکت های بزرگ زعفران دنیا بفروشه توش پول گنده ای نیست مگه اینکه اس... گردش کارش خیلی بالا باشه چرا مثلا من دیدم مثلا تو بازار مشد مشهد مایی صد کیلو زعفران میفروشه تو س... هر کیلو هم صد هزار ازاد... سود میکنه خب واسه اون یه پول یا دیگه مثلا یه کجره ای داده خلاصه چیز میکنه <تص> ببین من سایتتون رو که داشتم نگاه میکردم چند وقت پیش خب من وقتی وارد سایتت شدم یه یه سری پروفایل از این کشاورز مثلا من میخواستم زعفرون بخرم منباب مثال و اونجا چندین زعفرون تو به من معرفی کردی با پروفایل و شناسنامه و تمام هیستوری اون فارمره برای من خریدار برای من ان یوزر من چجوری باید تصمیم میگیرم میونه اون چار پنج نفر هفت نفری که تو اونجا فیچر کردی یعنی مثلا من انتظار داشتم که برم کشمون خرید انجام بدم تموم بره ام. ولی احساس کردم به یه رود بلاکی خوردم که او حالا من باید اینا رو استادی کنم ببینم کدوم و از کدوم میخوام بخرم درسته که حالا یه سورت داشتی ام. بر اساس پیشنهاد و اینا و درست هم هست که خب آدمای مختلف فن کشاورزی مختلف من رو چه حسابی باید بفهمم که فرق اینا چیه درسته که حالا دم یه سری آزمایی خیلی هم کار باحالی دمتون که تا یعنی قشنگ پروفایل انگار مثلا تست 23 بین تست دی ان ای اس انگار تست مثلا تمام اینا روش انجام شده ولی من خریدار و فکر کنم مثلا برای اینکه این, این جابه دیگه. سال جواب بدی یه سوال دیگه هم قبلش ازت بپرسم یک پس بیا اول اینجوری حسابش بکنی من خریدار چجوری باید تصمیم بگیرم که کدوم آیتمو بخرم دو پرسونای خریدار تو کیه کی زیتون و زعفرون رو میخره چون بعید میدونم که مثلا ماهایی که برای بچهای 26 7 ساله و اینا هم... ما کجا 26 ساله مونه وای خدای من اه... ما... تو فکر کنم 41 سالته 41 42 من فکر می... منم الان دیگه 33 شدم وای نمیدونم چرا فکر کردم یه دقیقه 26 7 ساله خیلی خوشحال شدم ولی میخوام ببینم این پرسونای این که کی خریداره تام خیلی مهمه چون اصلا این آدمی که زعفرون بخره این این زفرون بخره مامان من بوده این زعفرون بخره آیا میاد تو کشمون دات کام خرید انجام بده آیا تو اینستاگرام شما رو میبینه یا همچنان مادر من که شاید اگرم بدون کشمون وجود داره همین الان از شما بخره ولی این پرسونا پرسونای آنلاین خرید بکن نیست دقیقا 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 ببین اینا همه سختی های کارمونه دیگه خب این پرسونایی که میاد از کشون میخره لغبای ما کین سوپری سوپریه سعی کوچه خب حالا من اه، اه، مثلا بذاری من هی اصل رو بگم خب چون مثلا اصل الان دیگه خیلی پرفروش از زعفرونه مثلا این هم خودش یه هینتی میده یعنی زعفرون شاید اونقدر مثلا مصرف نشه ولی اصل دیدم که حتی همین بچه های تو اکوسیستم که مثلا مسئول پروداکت فلان و فلانن میگه داشت من مثلا هر با یه قاشو عسل اینجوری کنم یه آدمایی اینجوری هستن و بعد مثلا خیلی حال میکنه از اینکه احساس میکنه از داخل خانواده یه کسی اینو داره و بعد با این استایل و اون ترانسپرنسی و همین قصه و نمیدونم این تسته و همه این چیزا در واقع حال میکنه و میاد و کلیک میکنه باش به با همین من با حرفت موافقم اینم یکی از اون گیرامونه ما کی میاد از کی این کی اینو گفتم کی میاد از ما مثلا اصل رو بگیره یه کسی که یا یه کسی که در واقع فقط اینکه یه چیزی اسمش اصل باشه واسش مهم نیست بلکه میخواد یه خود بیشتر بدونیم میخواد یه اطمینان بیشتری داشته باشه یا مثلا یه سری کانسرنایی مثلا سوشال و داره خب یه آدمایی که به اون چیز نرمال راضی نیستن و دنبال یه استانداردهای بالاتری هستن اینا مشتری ما من. خب تو این تیپ مشتری باز یه کسایی هستن که باز با این خرید آنلاین هم اوکی خب من من چیزی که دارم نکته که دارم اینه که دو تا کار بکنیم یکی اینکه ما اصلا رفتیم تلاش گفتیم گفتیم ما کارمون اینه که محصول رو شناسنامه دار کنیم اگه خیالش از جنس راحته میخواد خیالش از این محصول اصل مثلا راحت باشه خب چرا باید بیاد آنلاین فقط بخره این میتونه آفلاین بخره من دلیل نداره که خودم محدود کنم واسه این موضوع به همین چیکار میتونم تو آفلاین بکنم رفتم سی سال گذشته تست زدیم بعد اینکه با همینج میون تو قفس میذاریم جواب نمیده مثلا به یه ایده شاپینگ شاپی شاپ شاپ رسیدیم که اوکی ما یه ش... تو این شاپای مثلا تو شهرای بالای 1 میلیون نفر یه یه شاپ شناسایی کنیم که تو اونها یه قفسه ویژه خرید از کشاورز باشه یا هر چیزی یه سری آیدی های اینجوری خود تست کردیم و داریم بهش فکر میکنیم ولی ته ماجرا با حرف دیگه موافقم این آدمه باید خود تکی شاید باشه که با خرید آنلاین راحت باشه و اینا و این پرسونا هم هنوز خیلی با خودمون فکر میکنه داخل تیم مثلا محمد سمیعی و یه سی بچه های دیگه مارکتینگ اینا مثلا یه تیفی هستیم که این آدمه چقدر دغدغه های سوشال و انوایرمنتال داره یا چقدر دردقای هلسی بودن و فیت بودن و نمیدونم این تو چیزا داره به همین رو موضوع داریم کار میکنیم حالا یه دور این پرسونا رو در بودیم یه سه چیز داریم مثلا یه سی رفتار هم شناسایی کردیم مثلا اوکی بچه های جوانشون و اینا مثلا میان واسهشون شون میخرن واسه اون مامان و اینا نمیدونم چقدر جواب سوالتو دادم ببین نه جواب سالم رو دادی و فکر میکنم بحثش هم هنوز میشه بازنگه داشت به خاطر اینکه این اولا که این ترندی که شما دارین انجام میدین جالبیشه که این ورم خیلی الان به راه از فارمر به صورت مستقیم خریدن که البته من نمیدونم شما حالا ها ها شما دایرکت, دایرکت حساب میشین یا نه البته همشون اینجوریه احتمالاً برای همه بعد از یه وسط یکی ردشن دیگه مستقیم فله ای هم دیگه نمیشه آه. ببین ما در واقع ما خودمون دایرکتلی با کشاورز کار میکنیم یعنی بین ما کشمون و کشاورز که کسی نیست منتها حالا ما خودمون این وسط کسی محسوب میشیم یا دایرکت محسوب میشیم ما نمیدونم دیگه تعریفش رو چی بذاریم و اینا ولی دقیقا تو فکر کن همون مثلا مغازه‌ای که سر زمینش کشاورزه داشته یا حالا مثلا نمیدونم تو کانادا چه جوری ولی تو اروپا مثلا این فرم مارکت ها و اینا هست اینگه اون فرم مارکت ها رو ما تلاش نمی کنیم آنلاینش کنیم یعنی اکسسیبلش کنیم واسه یالمه آدم و اینطور تو ها علاوه این که مثلا این سی فیلتر میزه میگه تو این فرم مارکت آنلاین ما تو داشت. اگه میخوای بیا یک قفه داشته باشی یه بساتی برپا کنیم من چک میکنم واقعا کشاورزی ندی از اون بیای بذاری اینجا مثلا بفروشی من یه کنترل های این یه این با کشا به همین میخواستم برسم به خاطر اینکه مثلا تو بعضی از ایالت های آمریکا تو حتما باید جزی از یه کمیتی اگریکالچر باشی تا اجازه ای اصلا فروش مستقیم داشته باشی تو ولی ایران این من ایران میتونم همینجوری مستقیم اه. بفروشم یا نه باید نیاز دارم یه مجوزی داشته باشم نه نه ما ببین ما تو خودمون ما خودمون تو کشمون این ویفیکیشن ما خودمون مجاوز صادر میکنیم چی؟ تو ما خودمون مجاوز صادر میکنیم آیا دیگه کی کیه مثلا من میگم جاعت بود یه نامه بیاد که اینجوری کن آقا چی جاعت اگه یک کاری میتونه کنیم واسه خواهش بکنه من الان چیزم اینه که ما خودمون میریم به دو مثلا به این مثلا خیلی بیش از این ها یعنی من اون کشاوز برنجی که داره تو کشمون برنج میفروشه رو من یه کسی تو منطقه لوکال استخدام کردم یه آدمی که کالچر ما داده دیدگاه ما داده یه آدمی استخدام کردم که اون کشاورز رو 15 ساله میشناسه و میدونه این اصلا این اصلا چه تیپ آدمیه چقدر آدم سالمیه اون کشاورز لوغن زیتونو یعنی من میدونم که این اصلا باغش و پدرش چجوری یعنی از طریق اون آدم لوکالی که تو تیم ماست و استخدام ماست اون آدم لوکال مثلا اصلا این باغه چجوری اصلا کاشته شده با چه فلاکتی چی کار کردن الان پسرش شده کدوسن میشه میزنه یا نمیزنه نمیدونم چالشاش چیه آبیادیش چجوریه همه این داستاناشو میدونیم یعنی خیلی دیپ اینفورمیشن داریم حالا همه اینا مانع اسکل میتونه باشه خب یعنی همه اینا تا کجا میتونه پیش بره ولی الان با یه استاندارد سختگیرانه این موضوع پیش بردیم به خاطر کیفیت که تمایزمون رو پررنگتر کنیم با اون سوپری کوچه با اون مارکت پلیس دیگه و اینا و همین دیگه ببین من فکر میکنم آه. مثلا برای من یعنی دارم بلند بلند با خودم فکر میکنم مسائل کشمون به نظر من مثلا من اگه بخوام مسائل کشمون رو بخرم چون مسائل کشمون یه کیوتنس خاصی هم داره دیگه مثلا ترجیح میدادمش از یه جایی که نسبتا یه مقداری مثل مثلا محصول اپل که اجازه نمیده هر کسی هر جا بفروشتش میدونی نیاز مم. داره به یه جایی فروخته بشه که به کرکتر کشمون هم بخوره میدونی یعنی حالا مثلا شاید نه. شاید مثلا میگم شاید یه جنبه مثلا یه کم کافی شاپ های انتر یا مثلا شاید یه مغازه نه. های انتر میدونی شاید سوپرمارکتی اون به کرکترش نخوره که ولی احتمالاً در نه. آینده تو سوپرمارکت ها هم بذارین ها که شاید گذاشتم حتی ولی یه مقداری احساس میکنم فقط به خاطر اینکه به نشون بده که توی چه کلاسی از کیفیت داره کار میکنه بخواد توی یه جایی باشه که به قیمتش و به کرکترش هم بخوره دو دقیقا نفع دوستیم دو به نظر من یه چیز دیگه که جذابه همین داستان اینه که الان با گذشته زمان آدما خیلی دارن نسبت به چیزی که توی بدنشون میذارن و چیزی که میخورن خیلی حساسیت بیشتری دارن به خرج میدن معمار مثال من خودم من خودم هم اصل خورم من همونم هم که تو چای باید اصل باشه تو کافی باید اصل باشه تو همه چی باید اصل باشه حتی شاید یه قاشق اصل خالی رم فقط به خاطر نکات مثبتش بخورم و الان برای من خیلی مهمه که اون اصل از کجا داره میاد و همین الان هم که میرم تو مغازه می اینجام که دیدی همینجوری این انقدر چیدن yeah. که اصلا من نمیدونم که من حتی نمیدونم اینا واقعی یا نه میدونی من حتی نمیدونم اینا طبیعی یا نه من حتی نمیدونم حتما باید توش موم باشه یا حتما نباید باشه و تمام اینا برای من سواله و به نظر من الان یواش یواش ما داریم به یه سمتی میریم که آدما خیلی 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 مراقبن اینکه تو بدن خودشون چی دارن میذارن مخصوصا وقتی سنتم که داره میره بالاتر و و به نظر من که خیلی کار باحالی شروع کردیم و حتی به نظر من میتونه خیلی من مطمئنم که یعنی مثلا اگر من میتونستم هدیه سازمانی کشمون اینجام بدم مطمئن بودم چپ و راست میدادم آه... به سابسکریپشن چی؟ به سابسکریپشن هم فکر کردی؟ اصلا سابسکریپشن هم داریم؟ آه. آه... این بهش فکر کردم آه... Uh, یعنی این سبده که کامل میشه مثلا من از روی سابقه خرید از روی گیمیفیکیشنی کسی اطلاعات در بیادم به خدا من فکر به خدا قطع کردم ولی من فکر کنم آه. آه، من فکر کنم, کنم آیندهتون تو سابسکریبشنه آره یعنی نمیدونم تو ذهن تو همینه یا نه ولی تو ذهن اینه که تاش من میفهم که آقا مامان قائم پنا یه آدمیه که خودش مثلا این تو لایف استایلی ده زنش هم مربی یه دختر مثلا پنج ساله هم داره اینا مثلا لایف استایلشون اینجوریه تاش و از سابقه خرید همه اینا که ما مثلا دو کیلو برنج و نمیدونم یک کیلو عسل و یه گرم زعفرون و, و, این و این قد روغن زیتون و این قد اینو 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 اینا آقا خیال در سابسکرایب کن اینجا من اینا رو هر ماه اول اول ما میام در خونه تحویل دیگه تو راحت اصلا نگران نباش همه استودیو و قصه و همه اینا هم خفن و باله و مثلا اگه یه چیزای اکسترا و ویژن بود به یه پیام میدم ببین اگه حال کردی اینا هم بزن تو باکس این این ماهد مثلا آفر ببین من اصلا آره. ببین من اصلا دیگه شک ندارم اینجوری دیگه, دیگه. ولی اول اصلا ریت ریترن ریت ریترنینگ ریت 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 کاستمرتون چقده که بخوایم بحث سابسکرپشن و رو نگاه بکنیم ببین ما چون ما سبد اون تازه امسال کامل شد خب مثلا ما یه نگاه کردیم ما بس وقتی فقط ضعفمون بودیم مثلا مشتری راضی است ولی شش ماه طول میشه یه مسخا ضعفون رو مصرف کنه بعضی یه سال آه. طول میکشه مثلا همین مثلا به خاطر همین کیوتنس حتی میاد میخره ولی <تصفح> چیز نداره زعفرون اونقدر ده 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 مصرف ده 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 نداره به همین الان شاید مثلا سال آینده باید نگاه کنیم امسالم هم که فشار کلا مارکتینگ و اکویزیشن بود و اینا به خاطر همین من مثلا توی سال گذشته بخوام بهت بگم چیزی در حدود مثلا 40 درصد مشتریمون برگشتی بودن و 60 درصد جای بودن ولی میگم کلا پوشمون رو اکویزیشن و اینا بود و ما مثلا این استراتژی بود که هرچی بیشتر آدم ما رو آشنا بشه و بیاد و خرید کنه و اینا یکی از چیزایی که ما خیلی اذیت میکنه الان نمیدونم مسئله چقدر حل شده خارج از ایران این لعنتی لاجستیکه یعنی ببین دنیا هم زحمت بکشی و جنس درست بیادی ولی بد تحویل بدی و دیر تحویل بدی و اینا مشتری نازیه یعنی همه رو میذاره پای خود تو و یکی هم این داره ما رو اذیت میکنه اینجا من خیلی مثلا یه زنی زنی واسه همین پرسونامو داریم باز تداعی میکنیم ما مثلا میده کارشو میکنه من پیش بچه های کاستوم ساپورت بودم به یکی زنگ زدن و مثلا گفتش آقا من مثلا اصل ازتون خریدم تا اومده دلیور بشه درد کشیده مثلا تو یه بازه بود که گن زده شده بود با این شرکت لوجستیک رو که عوض کردیمش از آخدا اینا ولی واقعا من به عنوان یک من از اون وقت دارم فیلم کنم مشتری دقیقا اینو گفتو گفتو گفت بود شما شرکت بیمسئولیتی هستین که ده روز طول کشیده محصول من به دستم برسه خب من راحت میتونم بگم آره اون شرکت لاجستیک بعد عمل کرد ولی ترش نگم محمد تو از سی او مسئولی نباد اینجا اونرشیپ کار قبول کنی تو بالا سر کار بنزه کافی نبودی و خیلی خیلی از اصلا درگیر ذهنی دارم سرش اصلا این جمله مشتری درگیر ذهنی چند تا شرکت لاجستیکی مگه داری؟ من وقتی میگی لاجستیک فقط یه الوپیک میتو نه الوپیک اصلا این فیت این کار ما نیست که یه بیزینسی بیاد و مثلا سفارشاش رو باش دیلیور کنه دانیم توی اینا ولی الوپیک ولی بی... الوپیک من با مرشد پزک صحبت میکردم اصلا فوکس اصل بیزینسشون بی تو بی ها یعنی برای اینکه مثلا بیاد از شما پیکاپ کنه ببره بده مشتری نه آره توی خی... تو ایران کم و جوونن و مثلا اصلا هم... اونایی هم که هستن خیلی متمرکز توی تهرانن و اونایی که باز بیرون تهران سرویس میدن مثلا سرویس های یه خود چیزن یه خود س... یعنی با این دنیای استارتاپی نیومدن قدیمی و چیزن و اینا هر هرچند من نمیخوام زیر سوال ببرم و ما همه رو تست نکردیم و چیز نکردیم ولی نگاه کن ترش الان ما... الان علام که دنبال سوال میکردم واسه خارج از تهران برگشتن با پست یعنی فکر کن که با یه جای دولتی واقعا من چیکار میتونم بکنم گویی همه اینا یه خود سر این حالا گفتی این موضوع بگه به ولی اصلا بگم که یه خود مثلا چالش اینجوری هم ما باید حل کنیم یعنی چیزایی که مال یه استارتاپ دیگه است کار ما نیست نه ولی حالا این موضوعی که گفتی ممکنه مثلا یه تیک زعفرون این همه زمان طول بکشه این قبول ولی خود مثلا من ترندش خیلی دارم میبینم توی ایران خیلی دارم میرم به سمتش مثلا من یک از دوستام پیشی باکس رو ران کرده که مثلا یه جعبه است که هر یعنی ببین اونا برای گربه ازمید. هم یه سابسکریپشن پلان پیدا کردن که مثلا برای دلعنید. گربه مثلا یه پکیج میفرسته که همیشه هم, هم مثلا هم غذا توشه هم یه سری اسباب بازی توشه مم. یه سری پکیجه که یه کریتیویتی هم تو قضیه هست یعنی تو باید یه یه دلعنید. جعبه دارد بعد درست بکنیم یکی یکی دیگه هست که غذای سگ که غذای تره. ولی چه چجوری میگیرن آم. چون زیرساخت بانکی مثل خارج از ایران ندیدیم الان هنوز یه چیزایی صحبت شده ولی اینکه من بیام سابسکرایب کنم که اتوماتیک بده از مثلا بانکم پول برداره من هنوز تو ایران اپریشنال نیدم برای سابسکرایب یه خود اینش بیهاینده آره دقیقا. اینش خود عقبه از نظر فنی یه خود عقبه از از خارج از ایران بود ما من باید یه کاری بکنم که این اتوماتیک بده حسابش کم بشه وگرنه که بیاد سابسکرایب کنه و بعد خب اوکی من هر ماه واقعا چیکار کنم تو زنگ بزنم ایمیل بزنم اس ام اس بدم سوال خوبی, خوبی راست اینقدر برای من این قضیه جا بود که اصلا بهش فکر نکردم همین <تصفح> چیز بدی سی که چطور نشده راست بعد ازش باید بپرسم احتمال نمیدونم راست میگه اینا باید ازش بپرسم عجب خب یعنی الان ما به هم نداریم آره تا اون وقت یعنی یکی هم باید شاید دندون جگر بذاریم را بیفته ولی واسه اروپا مثلا من یه آیدیا اینجوری دارم که یه اگزاتیک باکسی که اسمش مثل مثلا مثلا یه باکسی داشته باشیم مسیج اف پیس فرام میدل ایست اسمش باشه و مثلا 10 تا خرمای خاص نمیدونم یه گرم زعفرون یک شیشه گل محمدی خاص نم با استودیاش نمیدونم شاید یک مثلا یه کیو کدی هم باشه مثلا پلی کنه موسیقی مثلا محلی اونجایی که این چیزا هم هست محصول اومدن پلی بشه مثلا یه چیز اگزاتیک باکسی رو مثلا سابسکرایب کنن مای 50 مثلا بیا در خونه شون مثلا چیز اینجوری یه مثلا یه آیدی های اون طرفی دارم ولی توی ایران من آره به سابسکیبشن خیلی امیدوارم ولی مثلا تو اودر تا این زیر ساختشم فهم بشه تو اودر مثلا دو سال مثلا اینا شاید مثلا احو احو. آه خیلی ناراحت شدم مثلا بحث زیر ساخت که انجام میدادم مثلا همه رویاش پراکنده میشه ولی خب همه اینا ایدم هستا یعنی الان مثلا یه نفر میتونه بهش فکر کنه که اوکی مثلا ما الان برای پیم ولی خب مشکل اصلی ما نداشتن کردیت کارته چون یعنی یکی از سیستم اعتبار وقتی وجود نداشته باشه چه جوری میخوای به یورو بگی آقا من بدونی که بهت بگم از ازت پول برمیدارم نه 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 این اوضاعتون چطوره الان توی این داستانه تحریم و این ساله اواخر که خیلی شرط هم سختتر شد و اینا چیز هستین اطلاعات پابلیک دارین یعنی حالا جدا از اینکه مثلا بهمون بگوی که تیم چند نفر و ام. مثلا کجا هستین و چی کار دارین میکنین آیا مثلا اطلاعاتی که چقدر فاندینگ ریس کردین چقدر درآمد داشتین چند تا سفارش توی ام. ماهور اینا میفرستین اینا رو داری چیزی بهمون بدی ببین می مثلا من حالا یه چیزی بخوام بگم ما حدود 40 خوده نفر الان نه بابا بزرگترین تیم اونم تیم تامینه حدود 20 نفرن مثلا مارکتینگ نزدیک در نفر ده ایناست بعد همین مالی که صحبتش شد اول کار مثلا خودشون 4 نفرن مثلا میگم آقا واقعا اونا رو باید حذف چار... کنن یواش یواش بعد حالا مدیر مالی مون اینو گوش کنه چیز نگاری ولی مالی 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 باید یه استارتاپ بزنه سرویس مالی به استارتاپا بده آه. بعد ولی واقعا من اینجوریام آقا مگه چه نفر من الان هنوز واسه تیم مالی یک کم تو به نظرم خب ولی به ساعت کار ما هم خود کار سختی یعنی پیمنت کشاورزا اونها اونا محاسبه و کاراشو کردن و اینو کاری ندارم ولی به ساعت چلو چل خوده نفر هستیم بعد ما تا الان مثلا چیزی در حدود من یه پریسید از مثلا عموم گرفتم سال 96 اینا 95 96 بعد بعد یه سید گرفتیم از در کاتفاند آفلاین کردیم خیلی از این مثلا از این کارافینای ایرانی که خارج از ایران بودن از کانادا سیلیکون ولی اروپا بعضیشون توی ایران هرکدوم مثلا یه پولی گذاشتن و مجموعا مثلا 450 میلیون سال 96 میخواستیم ریس کنیم و بابتش سی درصد سهام هم دادیم یه این چیز اینجوری که مثلا یه دفعه تعداد زیادی اومدن تو کپ تیبلمون ولی خب خیلی نتورک خفنی یعنی یه دفعه یه عالم نتورک پیدا کردیم و این خیلی جالب و دا دوست داشتنی بود در خیلی هم ازشون یاد گرفتن یعنی از مثلا یه دفعه فکر کن من از همه اصلا تو دنیا استارتاپ نبودم کلا تو این بیزینس های مثلا سنتی مثلا حالا اینویشنی داشته ولی تو اون دنیای فیزیکی و آفلاین و اینا خیلی خیلی یاد گرفتم ازشون هم از اونها هم از سیامک خودمی که سیامک هم انتو هم بود تو کانادا کلا مثلا با اسکایپ و واتساپ با با سیامک ارتباط داشتم دمش هم خیلی ازش یاد گرفتم ببین بعد از این لانده اومدیم اول امسال ای بریج این وسط گرفتیم یعنی تا چند مسئولی شدن و عملیاتی کنیم نشون بدیم که اونجا پتانسیل وجود داره با اون بریجه که این تونستیم اصل و زرش اضافه کنیم اومدیم اول امسال از یه راند دیگه گرفتیم من اسمشو میزنم سید دو راست شو بخواهی به ای نیست به خاطر چی به خاطر اینکه به خاطر هنوز محصول همه کامل نشده هنوز به نظرم دقیقا آپدیشن چه جوری باشه چه جوری در حال که اعتماد رو ایجاد می‌کنی اپریشن تو درست نکنه این مسئله که گفتی آیا این ترانزیشن من اسمشو میزن خیلی دوستم بیتانیکا تو ویکی‌پدیا موفقیت آمیز انجام میشه یا نه همه اینا رو بتونیم انجامش بدیم و به نظرم بعدش هنوز الان یه راند دیگه الان یه چیزی حدود 10 میلیارد می‌خوایم الان ریس کنیم خیلی جالبه این واسه هم. ما هی هی این لاندامو نسبت به لاند قبلی بزرگ میشه ولی ارزش دلاریشو نگاه میکنیم این اونقدری ای بزرگ نشده این پزش خیلی خوب میگفت کوفاندر الوفک میگفت تو ایران هر چی گنده تر و پیشرفت میکنی هزینت میره بالاتر یعنی اگه بشینی خیلی بهتره یعنی اگه کار نکنی بهتره اون که واقعا همینه یعنی ببین من یکی از مشتریامون که واقعاً رفیقم هست رفته بودیم یه جایی باش مصاحبه اینا این بابا این چیز گذاشته بود چی از این ماینر و فلان و اینا بعد دیدم یه دو تا چهار با خودش همونجوری که داداش این همه بگید و ببندون نه این تیم و فاندینگ و فلان و اینا این یه نفری با این ماینراش داده اندازه من چیز میکنه خیلی بیشتر از من داده من منم چیکار میکنم اصلا نمیدونم حالا واقعا به اینا من فکر نمی ولی بسیت این رانده اخیر حالا از شرکت پرسال و فرزین فردیس گرفتیم اول امسال که خب پول خوبی تزریق کرد و مثلا ما امسال گفتن نسبت به سال قبلی مثلا تو حدود مثلا بالای پنج برابر شد تعداد سفارش و اینا حالا این چند مسئولی شدن خود اون کار سازمان یافته خود تیم خودش رو خیلی پیدا کرد تیم تامین خودش رو پیدا کرد تیم مارکتینگ خودش رو پیدا کرد فهمیدیم کیم چیم خود منم مثلا یه سری مثلا یه خود میدونی مثل اعتماد به نفت قبلش تو یه کسی بودی که همش منتورا رو نگاه میکردی و همش میگفتی حالا اون چی گفت این چیکارش کرد یه یادم مثلا یه آدم این آدم این یادو مثلا تو آمریکا بوده بعد اومده الان مشاور دیجیکالا و کافه بازار این حتما بهتر از من میدونه مثلا بعضی وقتا مشکل جلو چه خود میدونی بابا چه مرگشه مثلا ولی نه حتما اون بهتر میدونه یعنی اون مرحله رو دیگه رد فهمیدی که هیچ نیست هیچ این اکوسیستم و همه اینا و رو فراموش کن پس از این خود کاره و تیم تو بساز تمرکز کن و این هم این خیلی لاست اصلا خیلی هم تمرکز بهتر شد هم تیم خودش رو پیدا کرد مجموعه همه اینا باعث شد که امسال داشته بهتر بکنیم نمیدم دیگه چی بگم دیتا بیشتر چی بگم نه آره کاملا میفهممت و همون اولش هم یه حرف خیلی جالبی اون اولش زدی گفتی که اون اولش که یکی از دلایلی که یعنی یه جورایی با خودت هم آنست بودی شاید به اصطلاح که گفتی یکی از دلایلی که مثلا من دوست داشتم این کارو بکنم دلیل اولش این بود که اصلا چند جای دیگه هم دیدم گفته بود این حرفو یعنی اینجوری نیست که لزوما الان اول بار بود گفته باشی که مثلا ام. یکی از دلایلی که مثلا من خواستم این کارو بکنم و اینا خب اولش به خاطر اینکه دوست داشتم که به نظر من واقعا دلیل کاملا کافی برای شروعه خوب همه ما هم. بچه ها اینطوری شروع میشیم ولی بعد از یه مدتی که میگذره می، می خیلی جالبه دنیا همون دنیاییه که تو بچگی دیدی یا یعنی باید پولدار شی باید مثلا موفق شی باید بری این کار رو بکنی اون کار رو بکنی ولی پرسپکتیو تو تو پروسه ای که داری اینا میرسی عوض میشه یعنی یواش یواش میفهمی که هدف از پول دروردن این نیست که من برم خونه بخرم برای خودم ماشین برم بخرم پول بیشتر شبیه بنزین برای من میمونه من میتونم آدمای بیشتری دور خودم جمع کنم میتونم تیم بزرگتری دور خودم جمع بکنم یعنی پول ترج... no. ترجمه پول عوض میشه برات پول به معنای no. نیست من گذاشتم مثلا بی ام خفن زیر پامه و پول به معنای no. اینکه من الان توانم برای عملکرد یه سری کارا بالاتر کارهای بیشتری رو میتونم بکنم ریسکم بالاتر یکی از نکته ای که خیلی خیلی لزومن سر پول متوجه نمیشن اینه که پول به تو اجازه خطا میده یعنی تو میتونی یعنی یعنی هزینه میشه به اصطلاح تو میتونی یه سری خطاها رو انجام بدی و اصلا ماهیت استارتاپ اینه که تو بتونی خطا بکنی و نمیری فیل نشی و همینطوری که کمپانیت بزرگتر میشه بزرگتر میشه تعداد خطاهایی که به خود اجازه میدی بکنی بیشتر میشه ده. و ده. و کشمون هم یعنی کشمونم ممکنه بیاد یه هزینه بذاره یه سری محصولاتی بهش اضافه کنه که شاید کار نکنه شاید اصلا آدینس نداشته باشه اصلا نکتهش همینه ده. پول از اینوستورت گرفتی ده. که اون اونو ترای بکنی اینوستورت هم پول نده که تو مثلا بتونی دو تا سبزی خوردن بفروشی اونم به تو پول داده که بتونی <تصفح> یا اینو اونم اونم اینجوری که آقا یا هیچ یا صد برابر می دلون، دلون. و, و, اصلا زیبایی بازی هم همینه و همینطوری که سنت میره بالاتر و بزرگتر میشی دنیا همون دنیای زرق و بردار یکی بچه که میدونستیم پرسپکتیو ما نسبت بهش عوض شده تعاریف ما نسبت به اینکه پول در یعنی چی عوض شده تعاریف ما به اینکه بزرگتر و موفقتر بشیم یعنی چی عوض شده تمام اینا عوض شده و اینا همش به نظر من یه, حالت حالت چیزم داره یه شتاب شتاب زده با سرعت پیشرفت کردن با سرعت رشد شخصی هم میره بالاتر یه سوال دیگه ازت اصلا بگو آره خیلی خیلی این مسئله رشد شخصی و اینا خیلی پایم یعنی ببین قشنگ من خیال مذهبی نیستم ولی یه, یه چیزی دارم از خیلی جا میندازه واسه من اینی که توی کشمون که کار میکنم انگار قیامتم برپا شده خب کافیه یک کاری رو اشتباه میکنم یه دفعه یه عالم استیک هولدر و نمیدونم اینوستر و چی و چی و همه اینا از یه گوشه سرکلهشون پیدا میشه و این خیلی خیلی این فرآیند چون فرآیند بازخورد دادن به تو خیلی قوی میشه و شتابان میشه و همه اینا و تو یه عالم فیدبک 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 میگیری و فیدبک هایی که نمیتونی بندازی پشت گوشت یا با یه جواب دوستی داشته باشی یا هر چیز دیگه ای به همین من واقعا احساس کنم معمق پناه یعنی انسان شاید الان چهار سال تو کشمونم ولی شاید مثلا همه زندگی و همه یادگیری های شخصی و رشد شخصی یه طرف و این چهار سال یه طرف دیگه پکیجینگاتون هم سوال ازت یادم رفت بپرسم پکیجینگا رو چیکار میکنین خودتون پکیج میکنین تمام دیزاین پکیجینگا و اینا رو همه خودتون انجام میدین دیزاین رو ما خودمون انجام میدیم که هم با تجربه مسئول که هم کیفیتش حفظ بشه و هم اکوفرنلی باشه تا حد ممکن و اپریشنش هم اول خودمون بودیم ولی بعد دیگه رفتیم یه سری خب یه عالمه از این آدم های تفلکی تو این شهرهای کوچیک و اینا هستن که فکر میکنن که اگه پکیجینگ بکنی یعنی میتونی بفروشی در حالی که فروش یه چیز دیگه است و اینا ضعفیت خالی دارن و مثلا یه شیوه نامه‌ای داریم یک گایدلاینی داریم که بهشون میدیم و نظر میکنیم تقو اون در گایدلاین ما بسته‌بندی میکنن آه... اگه برگردی عقب چه کار رو همچنان و انجام دادن چه رو دیگه چقدر برگرم اونگر بروی پنج سال برای پنج سال قبل چون الان کشمونه چهار ساله شده دیگه ببین ببین من من اقعب میخوام ببینم, ببینم, ببینم کجای قضیه اذیت شدی و فهمیدی که اینجا اشتباه کردی یه, یه، شاید یه مثلا یه بذار و پس از ریفریز بکنم سوالمو برای یه کسی که شاید توی یه جایگاهیه که یه, ب... یه بچه که توی شهرستانه خیلی امکانات زیادی نداره خیلی هنوز دنیاش دنیایی نیست که خیلی همه جور دیده باشه بدون اینطوریه چون خودتو احساس میکنم به هر حال با توجه به این موفقیتی که تا الان کسب کردی موفقیت نسبی چون من خودم هیچ وقت خود, خود منم موفقیت نسبیه تازه اونم از دید بقیه از دید خودمون که اصلا هنوز ضرر هم زدیم تازه به یه سریا آه ولی آه ولی میخوام بدونم که برای یه کسی که از چون ببین منم منم منم, منم, منم بچه نافعلی نیستم میدونی منم آه پدرم آه جهرم به دنیا اومده تمام زندگی شما مثلا مثلا توی, ش... مثلا توی آ... تو شیراز بوده تو نیریز حتی من پدر بزرگم و اینا همه اونجا نیریزی اونجا بودن من مادرم خودش لور علی گودرزه بعد مثلا شما فکر میکردم دم اینا گرم اینا کوبیدن اومدن تهران درس خوندن همدیگه رو پیدا کردن بعد مثلا با هم ازدواج کردن بعد من به دنیا اومدم بعد من رو فرستادن کانادا میدونیم و تقریبا نسل تلاشه نه آره درصد خیلی از بالای ایران هم اینجوریه میدونی همه برای بچه‌ها برای بچه‌های شیک نمیدونم آیپد به دست که نبودن که همون هم اینجوری بودیم دیگه میخوام ببینم تو هم که از همین بکگراند به وجود اومدی تو هم از یه جایی اومدی که چون توی بایوت که داشتم میخوندم دیدم مثلا به عنوان یه آدمی بودی که مثلا داشتی میگفتی که همچین وضع خیلی مالی جذابی نداشتی دوست داشتی پولدار بشی توی یه جای بسته بودی میخوام ببینم برای بچه هایی که شبیه ما بودن شبیه این شرایط رو داشتند و حالا شاید یه جوری این پادکست راهش رو پیدا کرده به گوش اونا داره میرسه چون من معتقدم که دنیا راهش رو پیدا میکنه اون آدم ها اون چیزایی که باید بشنون و میشنون چی بهشون میگی؟ چون تو خودت این راه اوم اومدی تو یه راه خیلی سختی و برگشتی اومدی و الان تونستی به یه جایی برسی که داری شرایط آماده میکنی برای یه سری آدم دیگه برای یه کسی که گیر کرده الان تو زندگیش چی میتونی بگیم؟؟ ببین یه چیزی که ببین یکی این که به نظر من اگه که تو سخت کوش باشی سویل انگار که تو اگه فقط پیش بری در جا نزنی فقط قدم و بعد بری جلو مثلا من میتونم بگم مثلا خیلی وقتا فکرم که آقا من نباید کات فاند میکردم راند اول سمان میگم این همه اینوستر با چه جوری منیجشون کنم مثلا نمیدونم بعد که نه اینجا نباد این سهامو به اون ادوایزر میدادم مثلا من اینجا نباید اونجوری میکردم خب ولی اگه برگردی تاش صادقانه میگی خب از کجا باید میدونستم یا اصلا اصلا تو دیت الان فوکس کردی تو قسمت منفیش پس از این ورشو ببین مثلا چقدر چیز گرفتی اون چیزهایی که گرفتی و مثبت ها به چشت نمیاد منفی ها به چشت میاد واقعا حسم اینه که آقا هم اگه فقط پیش بریم فقط قدم رو در جا نزنیم یعنی اونقدر خود درگیر نشیم اون کل خریت رو داشته باشیم بریم جلو با خودمون دعوا نکنیم خودمون درگیر نشیم بریم جلو اینگاه که اون لرنینگ خودش حاصل میشه همش یاد میگیری باز دوباره میخوای زمین پا میشی واقعا مثلا چه میدونم مثلا توی که همین مسیر واقعا آسون نبوده یه شبایی بوده که واقعا داشتم دیونه میشم یا مثلا همین ماجرا یه دفعه فکر کن مثلا نزدیک 400 میلیون مثلا میخوای حقوق و ایدی و فلان و اینا بدی مثلا نمیدونم تو عده ایران یه عددیه واسه خودش مثلا تو عده من مثلا من, من, به بابام بگم بابا جون مثلا میدونی من ماه مثلا سال گذشته اندازه پول این خونه ای که توشی زهر کرده شرکتم خب مثلا مخش سود میکشه مثلا شاید اگه جون مادرت مثلا بیار کن بیا بشین خونه مثلا یه کار دیگه بکن فلان کن اینا خب ولی ولی من فکر کنم که اگه فقط پیش بریم و اون کل خریه رو داشته باشیم پیش بریم و خود درگیری نشیم و همه اینا به نظرم اون راه پیدا میشه یعنی تش دارم فهم کنم که واقعا مثلا برگردم عقب مثلا چه کاریو میکنم نمیکنم اینا مثلا خیلی خوشحالم که زبانم خوب بوده خیلی خوشحالم که یه جایی ولگردی کردم اونقدر هدف نداشتم این ولگردی رو باید چه بفهم دنیا چه خبر اروپا چه خبره مثلا من ایده ای کشمی از کجا اومدیم مثلا از مثلا من موج سوم قهوه رو میتونستم من این فارم مارکت ها تو اروپا میدونستم من در مورد فتره دورگانیک و, و همه اینا میدونستم من حتی در مورد مثلا آقا فتره مثلا آقا بعدش کندال شده مثلا گفتم آقا این پولش اونجوریه اینجوریه این علکی بوده فلان بوده نه هرچی چی همه اینا سرجمش تهش اومده مثلا یه جایی رو هم رسوب کرده و از توش یه چیزی یعنی من فکر که اون زبان خوبه اون ولگردیه نمیدونم این کله خریه نمیدونم اینا مثلا مجموعه همین اینا یه چیزی باش باعث میشه توی مسیری قدم بزنی و به جلو و یاد بگیری و بعد بخوری با آدما هزینه بدی بزن تو گوشت مثلا خوابت نبره فلان همین اینا و همین نمیدونم که جواب سوال دادم یا نه <applause> ببین حرف خیلی اتفاقا قشنگی زدی به خاطر اینکه این حرفی که تو زدی منم بهش خیلی فکر می‌کنم منم خیلی به عقب فکر می‌کنم و هی میگم چرا این کارو کردم چرا اون کارو نکردم چرا این تصمیم رو گرفتم آه آه ولی نکتهش اینه که تو همیشه بعدش میتونی اینجوری به قضیه نگاه بکنی هیچ یادت نمیاد که تو اون لحظه زمانی تو بهترین تصمیمی که میتونستی رو گرفتی ولی چون بعدش این اتفاقا داره میفته همیشه این تصمیم ها رو میگیری و یکی این که همین حرفی که خودت زدی یکی این که بدون که اون موقع با اطلاعاتی که بیشتر داشتی با, با بهترین اطلاعات موجود تصمیم تو گرفتی دون که با خودت هم مهربون باش میدونی و, و من نیستم منم با خودم مهربون نیستم و شاید یه شاید یه جاهایی بیای به خودت هم حتی بگی که این با خودم مهربون نبودنه شاید باعث پیشرفتم شده ولی یکم میری جلوتر میبینی نه همچین هم باعث پیشرفتت نشده انقدر داره برات استرس ایجاد میکنه و انقدر داره اذیتت میکنه که یواش یواش تو با این ماینست استرسی که داری اصلا نمیتونی پروداکتیو باشی نمیتونی کار بکنی فقط باید با خود مهربون باشی بعد با خود باید مهربون باشی که با بقیه هم مهربون باشی که بعد همه با هم مهربون باشن که بعد اصلا مهربون باشیم که بتونیم یه کاری بکنیم یه <S -cado> <sociedad> چیزی که خیلی الان سویل بهش باور دارم و میبینم توی بچه های شاید خود عقبتر یا هرچی نمیدونم یا گذشته خودم اینه که همش میگید نگاه این کار اونجوری شد اون فلانی این مشکل رو داشتین نگاه آدم بالغی نیست مثلا رفتار بالغانه یا هرچی یا مثلا ما تو ایرانیم اینجوری یا نگاه من توی شهر کوچیکم اینجوری یا نه مثلا ببین این دایدش به نظر من تا اونجا میتونه بگه نگاه این جاذبه زمین وجود داره من نمیتونم پرواز کنم خب یعنی اگه بخوای اینجوری بدی تاش به اینم میرسی دیگه اینم باید بگی من یه چیزی که واقعا بهش فکر میکنم اینی که آقا من میگم اکستریم اونرشیپ او یعنی آقا اگه حتی اون اونجوریه من واقعا اینو دیدم مثلا این واقعا باورمه اگه مثلا سه نفر دیگه تو تیم خوب کار نمیکنن اصلا مسئله نیست که بخوای بری با اونا صحبت کنی و اونا رو عوض کنی سوال اینکه تو خودت خوب داری خوب داری کار میکنی تو اگه خودت تو اصلا صحبت کردی که مثلا جلسه چه ساعتی تشکیل میشه تو گفتی مثلا این کار رو داریم به من مثلا کمپنسیشنش چه جوریه اون چیزی که واسات مهم بوده رو گفتی مستند و مکتوب صحبت کردی اگه خیلی از این چیزای کوچیکو تو خودمون حل کنیم درست کنیم یا یه خود بازم منظورم درگیر شدن و زمان کافی و زمان شناسی و چی و اینا نیست واقعا منظورم همین چیزای بیسیکی که ما بگیم این این رفتار رفتار حرفه‌ایه اگه اون رفتار حرفه‌ای رو به نظر من, من میگم تو خودمون داشته باشیم و بدونیم مثل یه آدم حرفه‌ای رفتار کنیم کار کنیم اون آدمای کنار ما هم هر کی هستن هر چی هستن ما داریم بیزینس میکنیم ام. ما که نمیخوایم باهاش مثلا وارد یه ریلیشنشیپ چیز نه ما داریم با هم بیزینس میکنیم و بیزینس تکلیفش روشنه به نظر من رفتار درست حرفه‌ای داشته باشیم یا ل... یه دفعه من چیزی که تجربه من خیلی چیزا بدون ما درست میشه خیلی ذوابه تنظیم ببینده. میشه و... این که... یه کتابی هم هست اصلا به اسم اکستریم اونرشپ آه... که راجع به همین موضوع صحبت میکنه و اینی هم که گفتی بیزینس تکلیفش مشخصه من یه چیزی که من یه چیزی که با بیزنس کردن خارج از ایران حال میکنم زبان انگلیسیه زبان انگلیسی طراحی شده برای ملل که بتونن با هم بدون درگیر کردن این داستانی بفرمایی نخواهش میکنم نوکره تم قربه دارم قابل نداره برای این کار درست شده خب و این باعث میشه که این کارا خیلی راحت‌تر پیش بره یعنی زبان انگلیسی اصلا زبان بیهاشیه برای کنداکت کردن بیزنس بین ملل و بین آدم هاست. و تو وقتی وارد ایران میشی این این سربرگا و این به دستور جناب آقای و نمیدونم لطفا امر بفرمایید که نسبت به این ای اینا منو دیوونه میکرد میدونی و اینا همه رو به هاشیه میکشید و شاید. قطعت کردم نه نه بگو بگو درست. من به من هدکواتر کشمون توی شهر پنجه هزار نفری تو همون قاینه اولویت استخدام منم تو قائنه. خب مدیر تامین اون که مدیر که از مدیر ارشد بچ... تیممونه تو قائنه. خب ولی یه شهر کوچیک مثلا نسبت به تهران خیلی این حواشی و بیشتر داره خب ولی این چیزیه که من دوباره اکستریم اونرشی رو اینجا بگم این چیزیه که تو تصمیم میگیری چه جوری کارچر سازمان تو بسازی من یه جمله دیدم هر تو قاهره میخوام استخدام کنم دیدی مثلا دخترها چه جوری ان تو شهرای کوچیک مثلا چقدر چقدر یعنی من نمیگم تقصیر اوناست اصلا کالچر شهر این جوریه که تو با مستقیم نمیگی نه یه چیزایی با رعایت کنی حیا و با حیا فلان اینا من یه چیزی دارم خب خیلی روشن و محکم این که نگاه کن این جمله من میگم این زیرزمینی که دفتر ما اونجاست تو قائن این زیر زمینه از نظر من آلمانه تو بیرون این دفتر هر کار میخوای بکنی و هر جور میخوای زندگی کنی و هر جور دلت میخوای حرف میزنی ولی این تو که میای انگار اومدی اون توی آلمان خب با من با اون دقت و با, با اون دقت و شفافیت با هم حرف میزنیم این ترانسپرنسی و دو تا ولیوه که من تو تو کشمون خیلی دو... از جلسه ای داشتیم اولش حتما موردی دوش صحبت کردم که چه چیزایی پیش اومده که به نظر من در همخان هم همخان با ترانسپرنسی و اکانتویلیتی نبوده و همین من میگم من به نظر من اگه یه کسی الان توی ایران کار میکنه حتی مثل من که از یه جای کوچیک کار میکنه اگه به اون اکستریم اونرشیپ باور داره اگه واقعا خودشو مسئول کار میبینه میتونه که حتی مثلا این جمله من مثلا اینجا دفتر ما آلمانه بیرونش هرکا و بیرونش ایرانه ولی تو این دفتر آلمانه عالی عالی محمد خان پر خیلی خیلی حال کردم و لذت بردم از صحبت کردم با آرزوی بهترینا رو برای کشون نازنین و تیم خوبت دارم و برای همه بچه ها خیلی خوشحالم که با این سری بچه هم که قبلا من باشون کار کردم مثل محمد سمی و اینا داری کار میکنی اشی استاد و, و برحال اونا یه مقداری تو چنده دارن و منم خودم رو یه اکسنشنی میبینم منم به یه نوبه ای احساس میکنم توسط شاید محمد سمی نقش و تاثیری حتی, حتی شاید داشته باشم توی کشمون و امیدوارم که بهترنا برای تیمتون اتفاق بیفته و همین فرمون برو و موتور

موفق موفق میشین و دنیا هم اینطوری نیمونه همه هم و من منتظرم که شما به المللی بشین میدونین یعنی کاملا مثلا برند برند کشمونو مثلا تو فرودگاه ببینم تو همه جا ببینم از اینجا راحت ازش خرید بکنم آنلاین ازش خرید بکنم چون کاملا میشه و کار باحالی هم داریم میکنیم و آخه نکتهش هم اینجوریه که به سمت آینده هم داریم میریم یعنی آینده است که الان آدما خودشون نسبت به اینکه چی میخوان بخورن تو بدنشون بذارن چی از کجا بگیرن الان خیلی خیلی کانشست سر شدن نسبت به این موضوع از اینکه وقت کشتی امروز با صحبت کردی خیلی خیلی ازت تشکر میکنم و که دوره خیلی زود تو صحبت بکنم دمت گم مرسی من من در واقع تقیه 16 گوش میکنم اولین بار از نزدیک باید صحبت میکنم ولی مرسی که این کار قشنگ رو میکنی یه میتین با هم هم داشتیم یه میتین توش بزین. هم با سر قبیله کشونی آ آده آده اون آده آده آده, آده و میخواستم الان اونم بگم تشکر کنم واسه قبیله کشمون خیلی بچه بعضی بچه های مارکتینگ باش خیلی حال میکنم بعضی حال نمیکنم اسم و کانسپتش رو میگم نه خوده چیزی شو و ولی ولی ای ول دمت گم مرسی منم خیلی خوشحال شدم با صحبت کردن همین اونا که باشون حال نمیکنن رو بفرست حال کرده برات برشون گردونم <تصفح> دمت گم مامان <تصفح> چوکه خدمت خیلی باحال کردم انجام داد ممنون خدا